جلسه پنجم، 12 مرداد ماه 1389. برای اینکه مجددا دوستان در فضای بحث قرار بگیرن، در واقع کاری که ما داشتیم دنبال میکردیم این که در این امر اجماعی که در واقع همه متفق هستن که قصه هایدگر در ایران با به اصطلاح با فردید شروع میشه، تلاشی که من کردم این بود که چگالی بحث رو، یعنی تفسیر دینی و معنوی که فردید از هایدگر در ایران عرضه کرده و کلی مناقشه برانگیخته در مورد ارزش و اعتبار این بحث، در واقع چگالی بحث رو متمرکز کنم بر روی کوربن و او رو مسئول اصلی تفسیر دینی و معنوی اندیشه هایدگر بدونم در ایران، و این او بود که کوشید هایدگر رو در افق تفکر حکمی ایرانی اسلامی تفسیر بکنه و فردید از این نظر تحت تاثیر کوربن بود. و برای اینکه من یه مقداری ارزش کوربن رو نشون بدم، و خیلی از اتهاماتی که فردید زده میشه قاعدتا دیگه به کوربن نمیتونه زده بشه، کوشیدم یک اشاره به زندگی کوربن بکنم. مراحل اولیه زندگی کوربن رو اشاره کردیم که چگونه کوربن در واقع با مطالعاتی که در به واسطه شاگردی اتین جیلسون به اصطلاح پژوهشگر مشهور در حوزه فلسفه قرون وسطا با آثار حکمت اسلامی آشنا میشه، با آثار ابن عربی آشنا میشه، به توصیه جیلسون زبان عربی رو یاد میگیره و یواش یواش با حوزه حکمت اسلامی و به واسطه ماسینیون با سهروردی آشنا میشه. و نشون دادم که برای کوربن چرا تفکر ایرانی، اندیشه حکمی ایرانی که بعداً وارد افق اسلام هم میشه در واقع اهمیت داره. این اهمیت از این روز که در واقع کوربن به عنوان یک متفکر غربی خواهان برون شدی از نیهیلیسم تمدن جدیده و اون نیهیلیسم رو در تفکر شرقی دنبال میکنه، اما یک به اصطلاح عنصری رو در حکمت ایرانی اسلامی میبینه و اون این که در حکمت ایرانی اسلامی کوشیده میشه که تفکر معنوی و تفکر متافیزیکی به نحو توامان جمع بشه. و به همین دلیل برای کوربن این شیخ اشراق در واقع قهرمان و اسوه اصلی تفکری است که او جستجو میکنه. اینها رو به نحو مبسوطی اشاره کردیم. یکی از اهداف جانبی من در این بحث هم اینه که در واقع کوربن حدود تقریبا 60 سال پیش به ما ایرانیان کوشید که نشون بده خودمون رو چگونه تفسیر بکنیم. کوربن به ما نشون داد که وقتی یک از ایرانی و فرهنگ ایرانی صحبت میشه خودمون رو به منزله یک نوع حکمت معنوی بفهمیم و در واقع از طریق یک نوع پدیدارشناسی که در سنت ما وجود داشت، و این فهم از خود در واقع کوربن به ما نشون داد که خودمون رو چگونه بفهمیم. فهم او بسیار متمایز است فهمای سیاسی، ایدئولوژیک، فقهی، کلامی که غالبا در جامعه ما رایجه، و باید اعتراف بکنیم که کماکان فهم کوربن بسیار جلوتر از زمان و زمانه ماست. هنوز خیلی از روشنفکرها در واقع وقتی راجع به ایرانی و ایرانیت صحبت میکنن در واقع با فهم کوربن بسیار فاصله دارن، محیطای آکادمیکمون بسیار فاصله دارن، و از این جهت جای بسی تأسف عمق و عظمتی که کوربن در فرهنگ ایرانی دید در واقع امروز به شدت در میان روشنفکران و متفکران ما غایبه، و طرح‌های بزرگ او و ایده‌های بزرگ او که در واقع تلاش برای دسترسی به پاسخ‌هایی برای بحران انسان معاصر که حاصل به اصطلاح سیطره عقلانیت مدرنه، در واقع تا حدود زیادی به جز معدود چهره‌هایی در واقع پروژه‌های کوربن هنوز که هنوزه مورد فهم واقع نشده. و من به عنوان برادر کوچکتر به شما توصیه میکنم حتما سعی کنید پروژه های کوربن رو بهش نزدیک بشید. حرف های بسیار بزرگی داره، ایده های بسیار سترگی داره که میتونه به بسیار از مسائل ما پاسخ بده، یا لااقل ما رو به افق هایی برای تفکر درباره جهان معاصر و یافتن برون شدی نسبت به وضعیت کنونی یاری بده. در ادامه بحث در واقع فرازهای از زندگی کوربن رو من گفتم تا رسیدیم به در واقع آشنایی کوربن رو من با ایران و حکمت ایرانی اسلامی و
و گام‌های نخستین تحصیلیش رو من بیان کردم. یک گام دیگه در زندگی کربن، در واقع رابطه کربن با الهیات پروتستان. همونجور که بیاد دارید گفتم کربن یک مسیحی بود با گرایشات عمیقاً دینی، خودش افلاطونی می‌دونست و میگفت من به نفع مادرزاد افلاطونی زاده شدم. من این عبارت تو اون جلسه تا حدودی توضیح دادم. حالا بعد اینکه باز پیش زمینهای فکری کربن در واقع به عنوان نخستین چهره‌ای که تفکر هایدگر رو وارد ایران کرد، اگه بخوایم بیشتر باز موشکافی کنیم، کربن به شدت تحت تاثیر پروتستانتیسم و الهیات لوتریه. زمانی که دانشجو بود او از دانشجویان و دوستان برادران باروزی بود، جوزف باروزی و ژان باروزی. برادران باروزی هر دو از یک شور دینی بسیار عظیمی برخوردار بودند. ژان باروزی 20 سال از عمر خودش رو صرف رساله‌ای درباره قدیس ژان دلاکروا کرد. این قدیس یک عارف مسیحی در دوران قرون وسطی است. ژان باروزی زندگیش رو وقف تحلیل آثار او و شخصیت او کرد و کربن شاگرد ژان باروزی بود. ژان باروزی همچنین به اصطلاح استاد کرسی تاریخ ادیان و الهیات پروتستان بود و کربن در کلاس‌های او و در سمینارهای او مرتب و همچنین در خونه برادران باروزی حضور داشت و از طریق رابطه با اینها با بزرگان معنویت پروتستان آشنا میشه. همونجور که گفتم باروزی یک شور ایمان و یک نوع شور معنوی عظیمی تنین انداز بود. برادران باروزی به کربن کمک کردند که یک ساحت جدیدی رو کشف بکنه. کربن بعدها این ساحت جدید رو اسمش رو میذاره پدیده کتاب مقدس، یعنی در کتاب مقدس، در کتب مقدس، نه کتاب مقدس خاص، در کتب مقدس چیزی آشکار میشه که در متون دیگه آشکار نمیشه. در واقع کربن به واسطه برادران باروزی با الهیات لوتری آشنا میشه و طریق الهیات لوتریست که میخواد در معنا و مفهوم کتاب مقدس بیندیشه. از همین طریق در واقع کربن با تفسیر باطنی و قلبی از متون مقدس آشنا میشه، یعنی به واسطه فهم لوتری از کتاب مقدس که هر کس کشیش خیش است و هر کس با تلاوت کتاب مقدس، کتب مقدس یا کتاب مقدس، در واقع گویی جبرئیل در واقع یا روح القدس خودش آیات رو بر قلب او تلاوت میکنه. در واقع وقتی از الهیات لوتری صحبت میکنیم، در واقع نزدیک شدن به یک نوع تفسیر باطنی و قلبی از متون مقدسه. اون چه که کربن اسمش رو میذاره هرمونتیک تعویل. این عنصر هرمونتیک تعویل خیلی مهمه، هم برای فهم کربن، هم برای فهم سنت تاریخی خود ما، هم در مواجهه با کتاب مقدس و هم در فهم هایدگر. من امروز سعی میکنم یه مقال این هرمونتیک تعویل رو به اصطلاح بیشتر بشکافم. هرمونتیک تعویل یکی از مهمترین دلایل عطف توجه کربن به تفکر هرمونتیکی هایدگر. خود کربن میگه همون گونه که با شنیدن تفسیرهای جیلسون از ابن سینا تصمیم گرفتم که شخصا عربی یاد بگیرم تا متون این حوزه فرهنگی رو بشناسم، پس از شنیدن تفسیرهای باروزی نیز لازم دیدم که با محیط معنوی تفکر آلمانی آشنا بشم و در واقع برادران باروزی راه دیگه رو به من نشون دادن. من اینکه من رهسپار آلمان شدم تا با الهیات پروتستان و بزرگان الهیات پروتستانی در آلمان آشنا بشم. کربن در سال 1930 به آلمان میره. در اونجا با اندیشه‌های کلامی، دینی و فلسفی بسیاری از صاحب نظران و متکلمان آلمانی آشنا میشه. من فقط میخوام یک اشاره به این لیست بکنم، بعداً نتیجه بگیریم که تفسیر کربن رو شما نمیتوانید سطحی و غیر آکادمیک تلقی بکنید. به حال یکی از چهره‌های بزرگ در واقع فکری روزگار خودش بود کربن. کربن با رودولف اوتو آشنا میشه. میدونید که رودولف اوتو کتابی داره تحت عنوان امر قدسی و کتاب دیگه داره تحت عنوان عرفان شرق و غرب. همچنین اوتو مطالعات بسیار ژرفی در مورد مکاتب فلسفی و دینی هند داره و کربن از طریق در واقع رودولف اوتو با این حوزه ها
یعنی با عرفان‌های شرقی و غربی و همچنین با مکاتب فلسفی و دینی هند آشنا میشه و بسیار هم شگفت زده شده بود از این همه دانش اوتو. در آلمان که بود کوربن با متکلمین بزرگی مثل کارل بارک، کارل لوبیت و هامان آشنا میشه. به ملاقات کارل بارک میره، بعدن ارنست کاسیلر رو باش ملاقاتی داره. کاسیلر میدونید یک فیلسوف نئوپوزیتیویسته، نئوکانتیه، نئوکانتیه. ارنست کاسیلر همون کسیست که هایدگر رو متهم میکنه که تفسیرت از کانت یک تفسیر نیست، بلکه تو حق نمیکنی، حرفات رو به دهن کانت حق نمیکنی. کاسیلر کسی بود که با هایدگر میشستن و در دانشگاه فرایبورگ اگر اشتباه نکردم در اونجا با هم دیگه در مورد کانت به بحث می‌پرداختن. همچنین کوربن با هایدگر ملاقاتی داره و همچنین با یاسپرس، فیلسوفان بزرگ روزگار خودش. به هر حال ایران و آلمان در واقع اقلیم‌های معنوی کوربن قرار می‌گیرن. از یک سو ایران سهروردی و حکمت ایرانی اسلامی و از یک طرف دیگه آلمان و الهیات پروتستان. در واقع اینها دو قلمرو به فکری کوربن بودن. کوربن گفتم زندگیش بیشتر به یک افسانه شبیه به لحاظ علمی. در واقع همه اکثر قریب به اتفاق بزرگان دوران خودش که دوران بسیار سرشاری هم بود ملاقات میکنه. در آلمان که بود با تاگور مشهور، نویسنده مشهور هندی ملاقات داشت. بعد از مدتی با یک خانومی به نام اولگا فروب کاپتن و همچنین آشنا میشه. این خانم کاپتن و اوتو در واقع یک برنامه رو تدوین کردن به نام طرح ارانوس. در واقع تمام پژوهش‌هایی که در حوزه تفکر دینی و معنوی صورت می‌گرفت در این طرح اورانوس به اصطلاح شکل گرفت. اینها هر چند وقت یک مدت جلساتی در شهر اسکنا داشتن، یه محفلی که مشهوره به محفل اورانوس که بزرگانی در این محفل حضور داشتن. چهره‌های ماندگاری مثل اودور پورتمن که استاد چیزی بود که گوته اسمش رو میذاشت علم طبیعت، فرد دیگه به نام گرهارد فان در لو پیدارشناسی هلندی در امر دینی، یعنی پیدارشناسی دین بود. با فردی به نام سوزوکی در این محفل اورانوس آشنا میشه. سوزوکی استاد بودیسم زن بود. کوربن با همه اینا دوستی داشت و رابطه علمی داشت. با فردی به نام ویکتور زوکر کاندل که پیدارشناس بی همتای در حوزه موسیقی بود. با ارنست بنز که تمام نهضت‌های دینی را از قدیم تا به امروز می‌شناخت. دوستیش با میرشاد الیاده مشهور، آشنایی دارید با الیاده، با ژیل ورن دوران، با جیمز هیلمن که همه در مثلا نام‌آوران دوران خودش بودند. همچنین در همین محفل اورانوس بود که کوربن با فردی به نام گرشوم شولیم آشنا میشه. گرشوم شولیم در واقع کارش کسی بود که طرح قبال شناسی رو به اصطلاح، یعنی متون دینی یهودی رو، نحوهی که یهودیان اولیه از کتب مقدس داشتن رو میخواست احیا بکنه. شولیم کسی بود که روح باطن معابی به اصطلاح وصف باطنیه، یعنی تفکر باطنی رو در سه دین بزرگ اهل کتاب، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام نشون میده. کوربن با شولیم دوستی بسیار نزدیکی داشت. همچنین کوربن در این مدت با گوستاو یونگ روانشناس مشهور آشنا میشه. با رودلف بولتمن که استاد الهیاته، با هایلر. همچنین در همین دوران به مطالعه آثار سودنبرگ میپردازه، عارف بزرگ غربی که آثارش تا آخر زندگی کوربن کنار کوربن بود. با خیلی های دیگه، با پدیدارشناس دیگه، حالا شاید ذکر همه اینها، مثلا با فردی به نام پروفسور زیگفرید آشنا میشه که کوربن رو کمک میکنه از تئولوژی و فرمالیسم نظام‌های تئولوژیک دست برداره. از این به صورت این الهیات‌ها یک نوع بحث‌های جدلی وجود داره و کوربن رو به روح این بحث‌ها به اصطلاح نظرش رو معطوف میکنه. به هر حال یک فهرست بسیار، مثلا با دوستیش با نیکولا برادایوف، متفکر مشهور و معنوی غربی که خودش رو خیلی متأثر از اون میدونه، از ارنست کاسیلر که به فیلسوف نمادها و سمبولها مشهوره. آثار کاسیلر در مورد همین نمادها هم به اصطلاح به زبان فارسی ترجمه شده، کتابای دیگه هم ارنست کاسیلر
ترجمه شده. کوربن به کمک آموزهای کثیر درباره نمادها میکوشه که اون چیزی که در عالم اسلامی به عالم مثال مشهوره رو فهم بکنه. به هر حال همه اینا رو خواستم بگم که نشون بدم زندگی کوربن به یک افسانه شبیه و آنچنان که گفته میشود که تفسیر دینی و معنوی حاصل ذهن بیمارگونه یک شخصیت ایرانی بوده، یعنی فردی اصلا چنین نبود. این تفسیر، یعنی تفسیر هایدگر افق حکمت ایرانی اسلامی حاصل کار فردی مثل کوربن که در واقع بیش از 40-50 تا استاد بزرگ و متفکر بزرگ رو در دوران خودش شاگردی کرده بود. اما شاید مهمترین و اثرگذارترین حادثه در زندگی فکری و علمی کوربن رو باید در آشنایی کوربن، آشنایی نزدیکش با هایدگر جستجو کنیم. کوربن میدونه که اولین مترجم آثار هایدگر به زبان فرانسه است. کوربن در بهار سال 1934 برای نخستین بار به دیدن هایدگر میره در فرایبورگ. در اون موقع کوربن مشغول ترجمه کتاب متافیزیک چیست بود. در سال 1936 کوربن یه مدتی در فرایبورگ بود تا مشکلات ترجمه خودش رو با هایدگر در میون بگذاره. کوربن خودش بر اساس گزارش که خودش میده هایدگر به اون اعتماد کامل داشت و نحوه معادل سازی های او رو میپسندید و همواره واژه گزینی ها و نوآوری های زبانی کوربن رو در امر ترجمه هایدگر از زبان آلمانی به زبان فرانسه مطابق گزارش که خود کوربن میده هایدگر همواره تایید میکرد و مسئولیت زنگین ترجمه اصطلاحات خاص تفکر هایدگر که بسیار دشواره به زبان فرانسه رو به کوربن واگذار کرد. کوربن از آلمان به فرانسه برمیگرده، به فرانسه که برمیگرده دامنه دوستی‌هاش بسیار گسترش پیدا می‌کنه و در سال‌های پایانی دهه 30 میلادی با فردی به نام الکسان کواره دوست میشه. برخی معتقدن کواره یک عارف بود. کواره کلاس‌های درسی داشت، جلسات درسی داشت در مدرسه مطالعات عالی فرانسه. بعدش با دانشجویانش اینا به قهوه‌خونه می‌رفتن. قهوه‌خونه‌ای که یک نقش تاریخی در تاریخ تفکر فرانسه داره به نام قهوه‌خانه دارکور. که این قهوه‌خانه یک پابلیک اسفیر بود. دیگه فلسفه فرانسه در این قهوه‌خونه تدوین می‌شد. کواره جمعی رو تشکیل داد که خودش مرکز ثقلش بود. و در این جمع کوربن هم بود. در کنار کوربن و در حول محور به اصطلاح این شخصیت کواره مثلا چهرهایی مثل الکسان کوژو یا کوژنیکوف، ریمون کنو یا فریتیس هانیمن حضور داشتن. اینها در مورد تو این جلساتشون از پیدارشناسی هگل صحبت میکردن، به مقایسه پیدارشناسی هگل، پیدارشناسی هوسل و پیدارشناسی هایدگر میپردازن. بحثای این قهوه‌خانه بود. از دیگر دوستان کوربن در این دوره فردی به نام برنارد گروتوزن که این بنیانگذار انسانشناسی فلسفی است، کتابی هم به همین نام داره، یعنی انسانشناسی فلسفی. از دیگر برنامه‌های کوربن در این دوره حضور در خونه گابریل مارسله، فیلسوف مشهور اگزیستانسیالیست. و در خونه مارسل هم در کنار فیلسوفان فرانسوی مثل لوی لاول و لوسن، اینها در مورد پیدارشناسی، تفکر یاسپس و هایدگر موضوعات هفتگی و جلسات اینها بود که به بحث می پرداختن. کوربن بعد از بازگشتش از نخستین سفرش به آلمان، دوبار کوربن به آلمان رفته بود در سال بعد از سال 1932 که به شدت تحت تاثیر متکلمان پروتستان مسیحی بود، به خصوص کاربال، با چند نفر دیگه مجله را میندازن به نام همین جا و همین لحظه. در اون موقع بسیار بارتی بودن، یعنی از اندیشه های بارت به شدت به اصطلاح دفاع میکردن. حتی کوربن به اصطلاح به بارت هم آثار سهروردی رو داده بود که بارت گفت اینم یه متکلمی به سایر متکلم ها و کوربن ناراحت شده بود. به هر حال یواش یواش خود کوربن میگه من از بارت معابی و الهیات کلام جدلی دست برداشتم. این گروهی که حول این نشریه بودن خودشون رو تبار معنوی کیرکگور و داستایوفسکی می‌دونستن
اونها معتقد بودن که فلسفه راه نشون نمیده و معتقد بودن باید به فلسفه یه شوک وارد کرد، یه تکونی به فلسفه داد تا بتونیم راه جدیدی برای بحران‌های انسان معاصر پیدا کنیم. در همین دوره است که با سهروردی آشنا میشه و کربن و آثار سهروردی به شدت اون رو جلب میکنه. کربن میگه تحت تاثیر سهروردی بود که من نظرم به این نظر به اصطلاح رأی جلب شد، به جای اینکه در صدد این باشیم که به فلسفه یک هول و تکون دوباره بدیم، یک شوک بدیم، چرا اساسا به دنبال این نباشیم تا به یک حکمت و صوفیای دیگری غیر از فلسفه دست پیدا کنیم. و این در واقع پروژه زندگی کربن تغییر پیدا میکنه. کربن نهایتا در همین دوره به این نتیجه میرسه که این حکمت و صوفیای دیگر، این نحوه تفکر دیگری غیر از نحوه تفکر متافیزیکی غربی، غیر از نحوه تفکر متافیزیکی یونانی رو باید در تفکر شرقی و به خصوص در فرهنگ ایران باستان باید جستجو کنیم. کربن دیگه در این دوره است که از الهیات نظری کاربارد عبور میکنه. وقتی الهیات میگیم بچه ها، الهیات دو تا وصف میتونه داشته باشه. الهیات به منزله مجموعه ای از گزاره‌های تاریخی، مجموعه ای از باورها که متکلم سعی میکنه با جدلها و استدلالهای این باورها رو اثبات بکنه. این یه وجه الهیاته. این الهیات، الهیات نظری است. اونچه که الهیات طبیعی هم گفته میشه، الهیات عقلی هم گفته میشه. این الهیات تا حدود زیادی متافیزیکالایز شده است، یعنی الهیاتی تحت تاثیر فلسفه، فلسفه زده شده. اما در پس این الهیات الهیات دیگری وجود داره که در واقع شما واژه ها رو کنار میگذارید، گزاره ها رو کنار میگذارید و میکوشید در پس این باورها، در پس این اعتقادات نظری، شما با یک حقیقت لازبان، حقیقتی که به زبان نمیاد، حقیقت بی صورتی که توصیف پذیر نیست، مواجهه پیدا کنید. وقتی کربن احساس میکرد که در واقع در الهیات کاروارد امر دینی مقفول باقی میشه و یک نگرش بسیار ساده لوحانه به ادیان وجود داره، یعنی اون کسانی که در واقع دین رو محدود میکنن به یک الهیات نظری، در واقع فهم بسیار ساده لوحانه ای نسبت به ادیان وجود داره. و این نگرش ساده لوحانه رو شما در دو طرف میبینید، نگاه فقیهانه، نگاه متکلمانه که دین رو در مجموعی از گزاره‌ها خلاصه میکنه، و نگاه روشنگرانه که این مجموعه گزاره‌ها رو مورد نقد قرار میده. هر دو در واقع از مواجهه درونی و باطنی، اونچه که دیانت خواهان آشکاریشه، در واقع بیگانه هستن. این رو شما در دو سو میبینید. به هر حال در همین دوره است که کربن اولین ترجمه خودش رو از اثر سهروردی، یعنی کتاب آواز پر جبرئیل رو ترجمه میکنه و ویراستاری میکنه و یک جلدش هم به بارت کاروالت به صورت تقدیم میکنه. کاروالت اون خونده بود و یه لبخندی از روی چیز زده بود که اینم یک اثر کلامی، همین چیز بیشتر نیست. و کربن خیلی ناراحت شد از این تلقی و معتقد بود که بارت روح اصلی فلسفه اشراق رو نفهمیده. روح اصلی فلسفه اشراق چیه بچه‌ها؟ روح اصلی تفکر معنوی چیه؟ روح اصلی دیانت چیه؟ این رو ما باید درک بکنیم. ما آنچنان اسیر تفکر متافیزیکی هستیم، ما آنچنان مانوس به تفکر متافیزیکی، یعنی تفکر مفهومی هستیم، تفکری که با مفاهیم، تعاریف، استدلال سر و کار داره. سنخ دیگری از تفکر رو نمیپذیریم، سنخ دیگری از تفکر رو نمیپذیریم. ما هیچ نگاهی به اگزیستانس نداریم. ما غالباً از فهم اگزیستانس، یعنی فهم جان انسان، جان آدمی، اون چیزی که در سنت ما به جان تعبیر میشه، در فرهنگ جدید به اگزیستنس تعبیر میشه، هایدگر ازش به دازاین تعبیر میکنه. نگاه ما به این جان، نگاه ما به این اگزیستنس مقفوله. بسیار از بحثای ما، بحثای شبه فلسفی ما، بحثای ژورنالیستی ما، بحثای روشنفکری ما، بحثایی که فیلسوف نمایان است، فلسفه نمایی است، اما فلسفه نیست، به این دلیلی که
نگاه اکثر کسانی که در این بحث ها هستن، نگاهشون به اگزیستنس یا اون که در سنت ما جان تعبیر میشه به اصطلاح مقفوله. من به این باز میگردم، به این بحث خودم برمیگردم. بفرمایید خانم. بذارید من به این بحث برمیگردم. نه، در واقع کسانی که تفکر متافیزیکی رو، کسانی که تفکر متافیزیکی رو یگانه نحوه تفکر میدونن و هر چیز غیر از اون رو اوهام میدونن، در واقع اونها مدعی هستن که در این سنف تفکر استدلال وجود نداره، منطق وجود نداره، لذا یک نوع رابطه مورد و مراد بازیه، یک نوع رابطه تحکمیه و شما اول باید بپذیرید. نه، برخورد ناجوان مردان است. اصلا صحبت سری نیست. یعنی اصلا چالشگاه بحث اینجا نیست، محل نزاع اینجا نیست. بحث بر سر دو تا نظام اپیستمیکه، بحث بر سر دو تا پارادایمه، بحث بر سر دو تا عالم مختلفه. و حالا شما عالم خودتون رو مطلق کردید، یعنی در عالم متافیزیک رو، حالا میخواید صورت بخشی کنید، یعنی اون نحو تفکر رو میخواید با زبان متافیزیک بیانش بکنید و روش به اصطلاح متافیزیک رو و نحوه تفکر متافیزیک رو میخواید به اون تحمیل بکنید و چون سازگار نیست میگید چرت و پرته، هپروته، شعر به معنای اینکه یعنی تفکر نیست. متوجه هستید؟ آنچه که مسیح میگوید، نحوه نگاه مسیح، آنچه که در این سنت تاریخی که من اسمشو میذارم سنت عبری ظهور پیدا میکنه، با آنچه که در سنت متافیزیک یونانی است، دو امر کاملا متفاوته. حالا شما میخواهید آنچه را که مسیح میگه به زبان ارسطو برگردونید. اگر قابل بازگشت نیست، میگه در اصل تفکر نیست. نه، اونجا زبان خاص خودش رو داره، نحوه استدلال خاص خودش رو داره، اما در اونجا منطق راهبر تفکر نیست. اینجا منطق راهبر تفکره. مثلا متافیزیک یعنی همین. تفکر فلسفی، تفکر متافیزیکی یگانه نحوه تفکری است که منطق راهبر اونه. ببینید، اونجا در واقع شما با یک نوع دریافت بی‌واسطه مواجه هستید. دقیقاً. اگر نرسید میشه همین وضعیت موجود. ببینید، خود این نحوه استدلالی که شما میخواید مبتنی است بر اینکه شما در این پارادایم قرار دارید. به مولانا نصرالدین گفتم مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا که من هستم. شما نحوه تفکر متافیزیکی رو و شیوه های استدلالش رو، یعنی تعریف، دفینیشن، استدلال، حد وسط پیدا کردن، بله، یه صغرا چیدن، یه کبرا چیدن، یه حد وسط داشتن، حد وسط رو حذف کردن و موضوع به اصطلاح کلیه رو، کبراتون رو به محمول به اصطلاح صغراتون وضع کردن، این شیوه های تفکر متافیزیکی. اما تمام تلاش همینه، تمام تلاش اینه که این نحوه تفکر یگانه نحوه تفکری نبود که بشر داشته. بحث رسیدیم به اون بحثایی که جلسات پیش هم داشتیم. بشر سنت در تاریخ بشر سنت‌های تاریخی گوناگونی وجود داشته. سنت متافیزیک یونانی یکی از این سنت‌های تاریخی است. اما بشر همواره متافیزیکی فکر نکرده. بودا متفکر بود اما متافیزیکن نبود. مسیح متفکر بود اما مثل ارسطو فکر نمی‌کرد. اما چون ما تحت سیطره تفکر متافیزیکی هستیم، حالا رجوع به تاریخ، رجوع به متون، رجوع به چهره‌های خارج از به اصطلاح سنت متافیزیک یونانی به ما کمک میکنه تا حدودی نزدیک بشه. تلاش ما هم در اینجا همینه. باز من دوباره به این بحث برمیگردم. قربان باز هم سرنوشت باهاش یار بود. در بهار سال 1939 یه ماموریت پیدا میکنه که بیاد استانبول، ترکیه. و وظیفه‌اش این بود که از کلیه آثار دست‌نوشته سهروردی که در کتابخانه استانبول وجود داره نسخه برداری کنه و متون فارسی و عربی اونها رو چاپ و تصحیح بکنن. قربان همسر 1939 با همسرش به عازم استانبول میشه. ماموریتش قرار بود 3 ماهه باشه اما 6 سال به طول میکشه.
خود کربن درباره اقامتش در استانبول میگه در اونجا، یعنی در استانبول، شرایط خاصی بود که با فضیلت گرانبهای سکوت آشنا شدم، یعنی با آنچه رازآموزان و اهل اسرار کتمان مینامند. از برکات رازداری و سکوت این بود که موفق شدم با شیخ غایب و مراد خیش، یعنی سهروردی، به خلوت بنشینم. یعنی من که 36 ساله بودم با شهاب الدین سهروردی که در همین سن و سالها به شهادت رسیده بود به گفتگو پرداختم. صبح تا شب از عربی ترجمه میکردم و تنها از مفسران و مریدان او راهنمایی میگرفتم، زیرا میل نداشتم تحت تاثیر هیچ جریان و مکتب فلسفی یا کلامی معاصر قرار گیرم. طی این سالهای گوشه‌گیریم یک اشراقی شده بودم. قربان بعد از ترکیه، قبل از اینکه به فرانسه بره، یه سفری به اصطلاح به ایران میاد و در مورد سفرش میگه به احساس کردم که به کشور برگزیده و موطن شیخ غایب و راهبر خود سهروردی وارد شدم. بازم سرنوشت یار بود با قربان. او که برای مدت کوتاهی اومده بود، در واقع برای ماموریت 3 ماهه، در واقع چیز حدود 30 سال در ایران به اصطلاح اقامت گزید. قربان بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی روز 14 سپتامبر 1945، یعنی سال 1324 هجری شمسی، وارد ایران شد و به نظر من این سفر در تاریخ تفکر معاصر ما بسیار نقش داشته و این رو من تو صفحات آتی باید کارم نشون بدم. اما توجه داشته باشید سال 1924 با وقتی وارد ایران شد، در واقع ایران امروز با ایران تقریبا 65 سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ فرهنگی و فکری. خودش گزارش که از اون سفر میده، میگه تهران آن روزگار به تهران امروز شباهت چندانی نداشت. کل شهر از وسعت فرمانداری فرانسه تجاوز نمی‌کرد. جمعیت آن حدود 800 هزار نفر بود. آن موقع درشکه‌ها به خوبی جوابگوی آمده شده مردم بودند. این امر نشان دهنده تحول فوق‌العاده ایران طی چند نسل است، طی یک نسل است، به برکت رضا شاه و پسرش. به حال این فرصت، این ماموریت 3 ماهه که تبدیل به اقامت 30 ساله شد، در واقع قربان میکوشه که طرح بلند مدت خودش رو در واقع تا حدودی عملی بکنه. او در ایران از نزدیک با گنجینه‌های عرفان و معنویت اسلام ایرانی آشنا میشه، باهاشون انس میگیره. در ایران با برخی از بزرگان ادب و فلسفه و حکمت ما هم آشنا میشه. میدونید با علامه طباطبایی، سید جلال الدین آشتیانی، سید حسین نصر، محمد معین، داریوش شایگان و دیگران آشنا میشه. یک گروه معدودی مثل اینها از چهرهایی که نام بردم و طرح‌های قربان خیلی استقبال میکنن و از سال 1947، یعنی بعد از 2 سال که در ایران بود، که منابع جمع کرد و کار اولی و فوری خودش رو، یعنی جمع‌آوری داده‌ها، منابع در مورد حکمت ایران اسلامی رو جمع‌آوری میکنه و در طی 25 سال با کمک چند تا از همکاراش 22 جلد از مجموعه‌ای که اسمش گذاشته بود کتابخانه ایرانی چاپ و منتشر میکنه. آثاری که در روزگار ما خیلی مورد استقبال واقع نمیشه و کمتر به این آثار رجوع میشه. به حال این مجموعه مجموعه‌ای بود از آثار عربی و فارسی منتشر نشده در سنت حکمی و فلسفی و عرفانی ما ایرانیان. قربان همچنین گروهی از پژوهشگران جوان و زبده رو تربیت میکنن. قربان به شدت شیفته فرهنگ معنوی ایران شده بود. خودش راجع به سفرش به ایران میگه هنگامی که شما بیش از 30 سال با گلهای سرسبد فلسفه و معنویت یک فرهنگ عجین شده باشید، به ویژه با جهان معنوی چون ایران زمین، بیشنگ رنگ و بوی آن را خواهید گرفت. البته من غربی به معنای زمینی واژه هستم و غربی نیز خواهم ماند. شاید هم چون یک غربی بودم توانستم به چنین موفقیتی دست پیدا کنم. شاید قربان به این دلیل که غربی بود تونست در فرهنگ ما چیزی ببینه که خود ما معمولا از دیدن اون ناتوانیم، و اون سنت حکمی و معنوی ما ایرانیان.
اما حادثه مهمه زندگی کربن همونجوری که اشاره کردم حالا به مربوط به داستان ما میشه بحث هایدگر. اما کربن چه بصیرت هایی را از هایدگر گرفت؟ گفتم کربن نخستین مترجم هایدگر به زبان فرانسه بود. کربن از نظر علمی و فلسفی بسیار به هایدگر مدیونه، هم آثارش نشون میده، یعنی آشنایان با آثار با اندیشه های هایدگر وقتی کربن رو میخونن به خوبی تأثیر هایدگر رو در کربن میبینن، و هم که خود کربن صراحتاً اذعان داره، میگه منشأ روند پژوهش های من مدیون تحلیل فوق‌العاده هایدگره. از اینجا وارد اون بحثی بشیم که شما تو این چند جلسه تا حدودی دنبال میکرد، یعنی کم بحث فقه تاریخیش رو کم میکنه و بحث فقه فلسفی پیدا میکنه. اما کربن از هایدگر چی آموخت؟ این کدامین دستاوردهای هایدگر بود که بر کربن بسیار تأثیر گذاشت و کربن با اونها احساس همدلی و همسویی کرد؟ به نظر من 4 محور اساسی در هایدگر وجود داره که کربن به شدت از اونها تأثیر می‌پذیره. 1 هرمنوتیک فلسفی، 2 هرمنوتیک به منزله حضور یا تفکر حضوری، 3 گذر از هیستوریسیسم، 4 قول به فراتاریخ، متا هیستوریسم. خب من تو این اثر خودم هر کدوم از اینها رو خیلی سریع گفتم و رد شدم، چون کار من توی این پژوهش نیست که هرمنوتیک رو توضیح بدم. اما نمیدونم شما با هرمنوتیک چقدر آشنایید، با هرمنوتیک فلسفی چقدر آشنایید، با هرمنوتیک هایدگر چقدر آشنایید. چیزی راجع به هرمنوتیک میدونید بچه ها؟ خوندید؟ تئوری فهم، یعنی اپیستمولوژی. نشون میده به بین هرمنوتیک و معرفت شناسی نسبتی هست. چطور میشه با یک متن مواجه شد؟ هرمنوتیک از واژه هرمنوئین، واژه یونانی است. هرمنوئین یعنی تفسیر کردن، هرمنوتیک یعنی علم تفسیر. اول یکم انگیزه ایجاد بکنم، تفکر در روزگار ما با هرمنوتیک گره خورده. اصلا تفکر در دوران ما یعنی هرمنوتیک. به طور خیلی سریع گذرا بگم اگر کسی در روزگار ما با هرمنوتیک آشنا نیست یعنی با تفکر آشنا نیست. آشنایی با هرمنوتیک تجربه ژرفی است، آدمی رو به شدت از دنیای کودکانه خارج میکنه. یعنی کسانی که با الفبای هرمنوتیک آشنا بشن یا احساس میکنن از دنیای جزمیت‌های کودکانه خودشون دارن رها میشن و بیشتر با سرشت انسان، با سرشت جهان، با سرشت تفکر آشنا میشن. اما کسانی که با الفبای هرمنوتیک آشنا نیستن معلومه هنوز در یک دنیای بسیار کودکانه جزمی به سر میبرن. بذارید با طرح چند تا سوال اول یک رابطه بین شما و هرمنوتیک مطرح بکنم. شما یک کتاب رو میخونید،
اما مخاطبان مختلف فهم‌های مختلفی از این کتاب به دست میارن. کی درست فهمیده، کی غلط فهمیده؟ معیار فهم درست از یک کتاب چیه؟ معنای یک کتاب چیه؟ معنای یک کتاب حاصل ذهن و اراده و نیت نویسنده است؟ یعنی اگه من یک کتاب می نویسم، معنا اون چیزیست که من مراد می کنم یا معنا اون چیزیست که شنونده و خواننده مراد می کنه؟ معنا حاصل نیت، اراده و احساس نویسنده یا گوینده است یا معنا حاصل ساخته و پرداخته ذهن شنونده یا خواننده یا هیچ کدوم؟ معنا فلزیه که در زیر پتک کلام مؤلف یا سخنران و در روی به اصطلاح سندان ذهن شنونده شکل میگیره. کتابی مثل قرآن رو در نظر بگیرید. از این کتاب تفسیرهای بسیار 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 متعدد شده. تفسیر کبیر امام المشککین، فخر رازی، تفسیر عرفا، تفسیر علمی طنطاوی، پرتوی از قرآن طالقانی، تفسیرهای انقلابی شریعتی، تفسیرهای کلامی مطهری، تفسیرهای علمی ترمودینامیک مهندس بازرگان و و و و و و و و. کدوم یکی از این تفسیرها رو می توانیم عنوان تفسیر درست ارائه بدیم؟ کدوم می توانیم به عنوان تفسیر درست تلقی بکنیم؟ مفسر شکار میکنه، معنا رو آشکار میکنه یا حرف تو دهن متن میگذاره؟ تفسیر به رأی داره میکنه. آیا تفسیری داریم که تفسیر به رأی نباشه؟ یعنی ذهن و رأی خواننده یا مفسر در متن نباشه؟ آیا بین تفسیری که مثلا فخر رازی در قرن چهارم میکنه با تفسیری که طنطاوی در قرن 19 میلادی میکنه، آیا بین زمان مفسرین و فهمشون از کتاب رابطه وجود داره؟ یعنی اگه شما به عنوان یک دختر خانومی در قرن چهارم قرآن میخوندید، قرآن رو یک جور میفهمید و امروز به عنوان دختری که در قرن 21 زندگی میکنه قرآن رو یک جور دیگه میفهمید، آیا معنا تابعی از زمانه؟ حالا شده یک کتاب رو دوبار بخونید، بچه ها تجربه دارید؟ چه کتابی رو دوبار خوندید؟ مثلا بار اول خوندید، بار دوم خوندید، احساستون چی بوده؟ خیلی متفاوت. چی تغییر کرد؟ کتاب شما آها، یعنی یه مدت نفهمیدید بعد. حالا ممکنه یکی نقصان رو در فهم شما بگیره. الان مطمئنی کتاب رو میفهمید؟ تا 10 سال دیگه بخونه میگه امروزم یه رفیقی داشتم به من میگفت که وقتی سووشون و سیمین دانشور رو خوندم احساس کردم بدون این کتاب نمیتونم زندگی بکنم و احساس کردم این کتاب حادثه بزرگی در زندگی من بود. چند سال بعد خوندم گفتم آخه احمق، تو به چی این کتاب دل بستی؟ من سیاه‌مشقی دارم تحت عنوان نگاهی دوباره به فلسفه سیاسی شریعت. نگاهی دوباره. بار اول شریعتی رو من قبل از انقلاب تو خونه ها میخوندیم، معلمی داشتیم، یواشکی از ترس ساواک میرفتیم و کتاب امت امامت رو میخوندیم. تمام آمال و آرزوهامون در نظامی بود که شریعت اسمش رو میداشت، امت به رهبری نظام امامت. نظامی که نه سوسیالیستی است، نه پرولتاریایی است، نه استبدادی است، نه دموکراسی و لیبرال دموکراسی غربی است. یک حادثه تاریخی بزرگ شد به نام انقلاب ایران. دوباره من اون کتاب رو خوندم، مور رو بدنم سیخ شد.
چه اتفاقی افتاد؟ کتاب تغییر کرد یا من یک تجربه تاریخی جدیدی به دست آوردم؟ ها؟ این در مورد همه کتاب ها صادقه. حالا فقط در مورد فهم خواننده نه. به نظر شما بین شاهنامه فردوسی که در قرن چهارم سروده شده، آیا بین شرایط سیاسی و اجتماعی، شرایط تاریخی فردوسی با مثنوی شاهنامهش ارتباطی وجود داره یا نداره؟ آیا اگر در قرن هشتم بود، همونجور که حافظ بود، آیا بین قرن هشتم با حافظ ارتباطی وجود داره یا نداره؟ خب حالا اگر بچه جامعه شناسی معرفت رو بپذیریم، یعنی اینکه بین چارچوب های اجتماعی با فهم ارتباط وجود داره، شما میتونید حافظ رو بفهمید چون شما در یک چارچوب اجتماعی دیگری هستید و حافظ در یک چارچوب اجتماعی دیگری، او در قرن هشتم و شما در قرن بیستم هستید، حالا بگید قرن چهاردهم، قرن چهارده و پونزدهم هجری قمری، هفت قرن هشت قرن فاصله است. بین قرآن مال 1400 سال پیش تا الان 15 قرن فاصله است، 14 قرن فاصله است. آیا من میتونم با چارچوب‌های ذهنی دوران تاریخی خودم متنی که متعلق به یک چارچوب تاریخی دیگری فهم بکنم؟ میتونیم؟ به چه اعتبار بله، به چه اعتبار نه؟ سخت‌تر یا غیر ممکنه؟ ممکنه. ممکنه؟ ممکنه ولی از اون موقع. یعنی میشه از چارچوب‌های تاریخی بیرون اومد؟ بیرون اومد و میشه بله. میشه. باید اون شرایط رو شناسایی بکنیم. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که هر متن رو به طرز از باب جامعه‌شناسی معرفت خدمت می‌کنه، باید چه اون شرایط رو بشناسیم تا بتونیم اون متن رو درک بکنیم. اینکه جواب شما به این سوال ابتدایی که هدف‌فهمی برمی‌گرده، که معنای کتاب آن است که معنای معنا چیه؟ باز معنا رو کی معنا میکنه؟ به من بگید بچه ها قرآن چند تا میتونه تفسیر داشته باشه؟ 10 تا، 20 تا، 30 تا یا 100 تا؟ بچه ها معنا واحده و تفسیرها متعدد، یعنی یک معنا وجود داره اما تفسیر متعدد است یا نه؟ ما از معنای یک متن باید صحبت کنیم یا از معانی یک متن صحبت کنیم؟ معنا واحد است یا کثیف؟ معنا کثیره. معنا کثیره یا لایتناهی؟ میتونیم بگیم معنای کتاب، معنای حافظ مثلا 100 تا معنا بیشتر، 100 تا تفسیر بیشتر امکان پذیر نیست. تمام. یا 101، 104 تا. میتونیم حد بذاریم؟ معنا با تفسیر متفاوته. بچه‌ها معنا با تفسیر متفاوته، یعنی یه عده معنا رو بیان میکنن. مثلا از میون تفسیرهای قرآن کی داره معنای قرآن رو میگه و کی داره حرفای خودش رو میزنه؟ فرق بین تأویل و تفسیر. یه عده تأویل میکنن و یه عده تفسیر میکنن. کیا تأویل میکنن؟ کی؟ فهم من اینجا صحبت میکنم، درس میدم، 20 دانشجو اینجا هست، فهم کدومتون عمیق‌تره؟ با چه معیاری بگیم این فهم عمیق‌تره؟ میشه متن یک نویسنده رو بهتر از نویسنده فهمید بچه ها؟ یعنی معنای اون چیزی که، یعنی مثلا شریعتی کتابی نوشته که خودش نمیفهمیده چی گفته اما من معنای او رو بهتر از خودم میفهمم. معنا با ضمیر ناخودآگاه ارتباط نداره.
معنا با زمین ناخودآگاه نویسنده ارتباط داره یا نداره؟ خب حالا امکان که خود نویسنده مراد نداشته، ممکنه یک دانشجو یه متن بنویسه ولی من معلم بهتر از خود اون متن رو بفهمم. من نمیدونم، من سوال کردم. اگر اونجور برآورد کنیم این پر امکان پذیره. از معنا فقط در نزد مؤلفه. ما به معنا دسترسی نداریم، نمیتونیم، پس لذا همه فهم ها با هم ارزش یکسان داره، چون نمیدونیم معنا چیه دیگه، بس هر کی هر چی میتونه بگه. بله بارت نظریه مرگ مؤلف رو بیان میکنه. اینها بحثای هرمونوتیک، بحثای خیلی مهمی هست. حتما توصیه میکنم با هرمونوتیک یک مقدار آشنایی داشته باشید. شما نکته میخواستید بیان کنین؟ ببینید هر پاسخی به هر کدوم از این پرسش ها بدید اتخاذ یک موضع هرمونوتیستیه. نه، شما باید یک موضع هرمونوتیستی تو هرمونوتیکتون روشن بکنید. یعنی مثل نمیمونه که فلسفه چیه، هر پاسخ به این سوال که فلسفه چیه مبتنی بر یک موضوع فلسفیه. خود این که به هر کدوم از این پرسش‌ها چگونه جواب بدید در واقع مبتنی بر یک موضوع هرمونوتیکی، یعنی یک معرکه آرایی است بین متفکران مختلفی که در حوزه هرمونوتیک صحبت میکنن. حالا شما کدوم موضوع رو، مثلا موضع گادامر رو میپذیرید، موضع هایدگر رو گادامر رو میپذیرید، موضع مثلا هیرش یا مثلا بتی رو میپذیرید، موضع پوزیتیویست رو میپذیرید، موضع پدیدارشناسا رو میپذیرید، اینا بحث‌های مختلفی است. اما من فقط یک گزارش تاریخی بسیار فشرده بدم تا شما معنای هرمونوتیک فلسفی هایدگر رو بفهمید. در یونانی هرمنوئین یعنی تفسیر. خود کلمه هرمنوئین با هرمس هم خانواده است. هرمس الهه خبر بود، الهه انبا خبر. هرمس الهه بود که، هرمس در اسطوره های یونانی الهه بود که پیام خدایان رو برای انسان می آورد و پیام انسان ها رو برای خدایان می بود. داخل پرانتز برخی معتقدن هرمس یونانی در فرهنگ ما همون ادریسه، حضرت ادریس. حالا پرانتز بست. اگر در این اسطوره شما توجه کنید هرمس یک کار خاصی انجام میده. در اینجا یک دوگانگی وجود داره، دو سنخ موجودات هستند، خدایان و غیر خدایان، و هرمس با عمل خودش در واقع پیام خدایان رو که از سنخ دیگری است برای انسانهای میرنده که از سنخ دیگری هستند فهم پذیر میکنه. درست مثل ترجمه، شما در ترجمه متنی که از یک زبانی است به زبان دیگری قابل فهم میکنید. هرمنوئین یا تفسیر کردن یک نوع قابل فهم کردن امری بود برای یک سنخ دیگر از موجودات، یا پیام انسانهای میرنده رو برای خدایان بردن و یا پیام خدایان رو برای انسانها بردن. این معنای گذشته، این معنایی که در قبل از ظهور فلسفه است رو داشته باشید. این معنا به تدریج فراموش میشه، یعنی پیام خدایان رو برای انسان آوردن و پیام انسان رو
دعای انسان رو، ندای انسان رو برای خدایان بردن. باز داخل پرانتز هایدگر میخواد به این معنی برگرده، معنی که با فلسفه فراموش شده. پرانتز بسته. در آثار افلاطون و ارسطو، هرمنوئین تفسیر در واقع با عبارات گره میخوره. تفسیر یعنی تفسیر عبارات، که در کتاب منطق فصلی هست به نام هرمنیاس، باری هرمنیاس، یعنی درباره تعبیر، درباره عبارات، بحث العباره. در قرون وسطا با ظهور فرهنگ مسیحی، تفسیر یعنی تفسیر کتاب مقدس، تفسیر یعنی تفسیر کتاب مقدس. دعواهایی بود کدوم تفسیر از کتاب مقدس درسته. جنگ های مذهبی شد، هم دیگر رو میکشتن. تثلیث رو چگونه بفهمیم؟ مسیح انسان بود یا پسر خدا بود؟ تفسیر. کلیسا به عنوان یگانه مفسر حقیقی کتاب مقدس شناخته شد. بعدن لوتر در واقع اعتراض میکنه، تفسیر رو میخواد از انحصار کلیسا در بیاره و اعلام کرد هر کس کشیش خیشه، هر کس که کتاب مقدس رو میخونه در واقع گویی روح القدس بر قلبش نازل شده. در سنت خود ما هم مرحوم اقبال میگفت وقتی قرآن میخونید گویی جبرئیل بر شما داره آیات رو نازل میکنه، یا جوری قرآن رو بخونید که گویی جبرئیل آیات رو بر شما برای نخستین بار نازل میکنه. شباهت هایی از تصدیق پذیری هست، حتی در سنت ما این رایج بوده. برحال در قرون وسطا تفسیر یعنی تفسیر کتاب مقدس. هنوزم در جامعه ما وقتی میگیم مفسر، منظور مفسر فوتبال نیست، مفسر هنر نیست، مفسر تاریخ نیست. مفسر یعنی به طور مطلق یعنی مفسر متن مقدس. فرهنگ وقتی فرهنگ مسیحی، یونانی، رومی با هم دیگه خلط پیدا میکنه، در فرهنگ رومی دعواهای حقوقی میشد. اینها نظامشون نظام ترادیشنال بود، نظام سنتی بود، یعنی هر حکمی باید برای منات اعتبارش رجوع میکرد به حکمهای پیشین. کتابهای حقوقی وجود داشت، وکلا، داستانها، طرفین دعوا، هر کدوم کتب حقوقی رو به نحوی درک میکردن. یواش یواش بر سر تفسیر کتب حقوقی اختلاف صورت گرفت. کتابهایی نوشته شد بر سر روش تفسیر کتابهای حقوقی. بعد یواش یواش متن‌های ادبی هم مختلف فهمیده شد. بحث‌های فیلولوژیک، نسخه شناسان هم شکل گرفت. مثلا این کتاب آیا به افلاطون تعلق داره یا نداره؟ این اشعار رو میتونه بگیم اشعار خیامن یا اشعار منسوب خیامن؟ بحث‌های نسخه شناسانه، فیلولوژیک. به تدریج کتاب‌های تاریخی چگونه باید فهم بشه؟ هر کدوم کتابی نوشته شد، تاریخش رو میتونه رجوع کنید. روش تفسیر کتب حقوقی، روش تفسیر کتب تاریخی. با شلایرماخر در قرن 19 اتفاق خاصی میفته. شلایرماخر پدر هرمنوتیک جدیده، کشیشم بود، افلاطون شناسم بود. او پدر هرمنوتیک جدیده از این نظر اون نقطه عطفی است، چون همه جریانات هرمنوتیکی از گذشته به شلایرماخر ختم میشن و همه جریانات جدید هرمنوتیکی از شلایرماخر آغاز میشن. شلایرماخر بنیانگذار هرمنوتیک عامه، آلمانی بود. هرمنوتیک عام یعنی چی؟ شلایرماخر این مسئله رو مطرح کرد. آیا ممکنه روش تفسیر همه کتب از یک اصول و قواعد عام می تبعیت کنن؟ یعنی روش تفسیر کتاب‌های حقوقی، روش تفسیر کتاب‌های ادبی و روش تفسیر کتاب مقدس
از اصول و قواعد عام می تبعیت کنند. یواش یواش هرمنوتیک او دامنش شامل آثار هنری هم شد. این اتفاق، ظهور هرمنوتیک جدید، نتایج بسیار بزرگی هم در بر داره. بچه‌ها الان تو خیلی از بحث‌هایی که تو جامعه خود ما هم میشه، میگن آقا کتاب آسمانی، کتاب مقدس با دیگر کتب فرق میکنه، این کتاب از قواعد خاص خودش تبعیت میکنه، شما حق ندادید روش تفسیر سایر متون رو به کتاب مقدس اعمال بکنید. بچه ها، حافظ، دیوان حافظ با قرن هشتم نسبت داره یا نداره؟ شاهنامه با قرن چهارم، با زندگی فردوسی و زمانش و چارچوب های اجتماعی تاریخیش نسبت داره یا نداره؟ شاملو چی؟ قرآن چی؟ آیا میتونه بگیم قرآن در واقع به عنوان یک متن مقدس با چارچوب‌های اجتماعی و تاریخی دوران پیامبر و زندگی پیامبر نسبت دارن؟ به تعبیر دیگه اینها زمینهای یک نوع همسطح بودنه، یعنی هرمنوتیک عام زمینهای همسطح بودنه متن مقدس و متن نامقدس رو فراهم میکنه. آیا شما بر اساس نگاه قرن خودتون حافظ رو نمیفهمید؟ فردوسی رو نمیفهمی؟ آیا میتونید ذهن قرن 20 و 21 خودتون رو بذارید کنار با اشعار مثلا منوچهری برخورد بکنید؟ نه، در مورد کتب مقدس چی؟ به نظر میاد یه اصول قواعد عامی وجود داره. آیا بین یک متن با کانتکست تاریخی خودش، بین تکست و کانتکست ارتباط وجود داره یا نداره؟ اگر این رو بپذیرید، در مورد کتب مقدس چی میگید شما؟ در مورد کتاب مقدس چی میگید؟ بس دیگه مقدس بودنش به چه معناست؟ یه نتیجهش همینه بچه ها، یه نتیجهش همینه. بین متن مقدس و نامقدس تفاوتی وجود نداره. بس چرا ما میگیم متون مقدسن؟ آیا مقدس بودن یک متن فقط یک جنبه سایکولوژیک داره؟ یعنی ما مسلمان ها معتقدیم کتاب مقدس است، ما مسیحی ها معتقدیم کتاب مقدس است. میتونه نکنه. دقیقا. نسبت ما با کتاب مقدس چجوری است بچه ها؟ من یه پدر بزرگی داشتم چپق میکشید. این پدر بزرگ برای من خیلی عزیز بود. هر موقع چپقش رو میبینم بو میکنم و یاد دوران کودکی میفتم که پدر بزرگ من رو دوشهاش میذاشت. این چپق برای من عزیزه. اما وقتی به شما میدن بوی گند توتون خوش شدهش تو این مد، تو این چپق، حال شما رو به هم میزنه. عزیز بودن این چپق مال منه یا مال خود چپقه؟ بله، مسلمن مال منه. در مورد کتاب مقدس چی بچه ها؟ ما کتاب مقدس رو میگیریم میبوسیم، ها، این کتاب رو مقدس میدونیم. یه نتیجه اینه بچه ها، سکولاریسم، همه چیز عرفیست، هیچ چیز مقدسی وجود نداره. دقیقا. پس این کتاب هم هم عرض همه کتاب های دیگه است، نتایج این نوع هرمنوتیک. نتایج این نوعی منطقی، اما متفکرانی اصلا جور دیگری میخوان برخورد بکنن. یه دم میگن نقای مقدس بده، اگه بگی مقدس نیست پدر در میرم. قرآن دعوت به تحدی میکنه. هارون گفت کی میتونه آیه مثل قرآن بیاره؟ ابن موقف گفت من. گفت بگو ببینم. دوتا آیه گفت بگو دستاش رد کنی. نه، آیا وقتی شما حافظ میخونید بین اشعار حافظ با اشعار یه دختر بچه مدرسه‌ای که شعر میگه، چرک پیراهن قلب خیش را با شامپوی عشق تو میشویم، آیا تفاوتی بین اون متن هست با این یا با این متن؟ بله؟
بچه خدا آدم. اما چرا بعضی از آثار جاودانه میشن اما نوشته های من، خزعبلات من، مقالات ژورنالیستی من جاودانه نمیشه؟ همه ما عاشق شدیم، همه ما تجربیات احساسات داشتیم، همه ما مثلا پدری رد دست داریم، یه متن رو می‌نویسیم. اما شکسپیر چیز دیگری است. شکسپیر، وقتی شما آثار شکسپیر رو می‌خونید، شکسپیر می‌بینید یا چیزی در اونجا خودش رو آشکار می‌کنه. اما وقتی مثلا من متن رو می‌نویسم، همش من آی دیشب ناراحت بودم، دیشب اما انگار بعضی متن‌ها می‌تونه با یک نوع نوعیت بشر نسبت برقرار کنم. بعضی متن‌ها نمی‌تونه. پس متن‌ها مراتب دارن. همه متن‌ها از یک مرتبه برخوردار نیستن. من مواضع هرمنوتیکی خودم رو نمی‌خوام بگم. دعا کنید کار من توی این حوزه تموم شه. اگر خدا توفیق بده بعد از سال‌ها من کار خودم رو در مورد هرمنوتیک جمع و جور بکنم. به هر حال خواستم یکم ذهنتون رو بین متن مقدس و نامقدس، اگر با این نگاه بریم، در واقع تفاوتی وجود نداره. قربان چیز دیگری در متون مقدس میبینم. یه در طریق معجزه علمی آپولو سیزر از آیات قرآن میخوان در بیارن، جن رو به میکروب تبدیل میکنن. اینها راهاییست که شده. فقط بازرگان نه، خیلی دیگه، خیلی انقلاب کشیدن بیرون و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون که دوتا از مهمترین غذاهای چریکای انقلابی هستن. بل اصل، قسم به اصل انقلاب، ان الانسان لفی خود، همانا کسانی که در راه انقلاب مسلحانه بر علیه رژیم های طاغوت نیستن در خسران و زیان. همه جور همین چیزی کشن بیرون، فقط مرحوم بازرگان رو نگید. برحال بعد از شلایرماخر که هرمنوتیک عام شکل گرفت، یا اصول فهم هرمنوتیک، یا هرمنوتیک استعلایی، با دیلتای تحول دیگری شکل میگیره. دیلتای میگه هرمنوتیک فقط مال فهم، مال متن نیست. اصلا هرمنوتیک روش فهم علوم انسانیه. ما در طبیعت تبیین داریم، اکسپلینیشن داریم. این لیوان رو رها میکنم میفته تحت تاثیر نیروی جاذبه. یه قانون عام میتونم بدم، هر جسمی تحت تاثیر نیروی جاذبه سقوط پیدا میکنن. این جسم مثلا، این یک جسم است. تبیین، تبیین یعنی چی؟ یعنی قیاس تشکیل میدم. یه کبرا دارم یعنی تئوری من، و یه صغرا دارم یعنی حادثه مورد تبیین من. این صغرا رو در دل اون کبرا تبیین میکنن. در جامعه ما طلاق زیاد شده، چرا؟ تبیین میکنیم. مثلا یه بچه رو میبینیم اونجا سیم برق تو دستشه، مثلا این پیچکوشی تو دستشه، مرده. میگیم مثلا هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است در دست این بچه، مثلا فلزی است هادی جریان الکتریسیته است، بعد میتونیم تبیین کنیم که چه بچه مثلا مرده. اما دلتای میگه علوم انسانی تاریخی تبیین پذیر نیستن، یعنی نمیتونیم فرمول کلی بدیم. روش هرمنوتیک، ما پدیدارهای انسانی رو تبیین میکنیم. من دستم رو چنین بلند میکنم، تفسیر میکنیم. عبدالکریمی خسته بود، دستشو بلند کرد. عبدالکریمی زیر بغلش خارید، دستشو بلند کرد. عبدالکریمی فاشیسته، گفت های هیتلر. عبدالکریمی خواست به دوستش یه اشاره بکنه. تفسیرهای مختلفی میشه. پدیدارهای سیاسی اجتماعی، تظاهراتی میشه مثلا، تبیین میشه. تو علوم انسانی ما هرمنوتیک داریم، تفسیر داریم. پدیدارهای انسانی رو تفسیر میکنیم، پدیدارهای طبیعی رو تبیین میکنیم. با هایدگر هرمنوتیک فلسفی شکل میگیره. هرمنوتیک فلسفی یعنی چی؟ یک، انسان به ذات موجود هرمنوتیکی است. انسان به ذات موجود مفسره.
قبلا فکر میکردیم ما گاهی وقتا تفسیر میکنیم و گاهی وقتا تفسیر نمیکنیم. یه فهم داریم یه تفسیر داریم. طرف میگه آقا من تو خیابون دیدم یه عده‌ای مثلا سر یه موضوعی دعوا کرده بودن، زدن هم دیگر کشته. میگه آقا تفسیر خودتو نگو، بگو چه روی داد. فهمتو نمیخوام، به اصطلاح بگو چه روی داد، حادثه رو بگو، گزارش بده، تفسیر نمیخوام. از نظر هایدگر تمام فهم ما ساختار تفسیری داره. حتی حواس ما بچه ساختار تفسیری داره. شما دارید منو نگاه میکنید، بعضی نگاه هاتون میگه آی چقدر حرف میزنی، بعضی نگاه ها داره تشویق میکنه، بعضی نگاه ها میگه آه که چقدر بکنم این زمان کند میگذره، بعضی نگاه ها میگه چقدر زمان زود میگذره. البته امیدوارم و من دلم خودمو خوش میکنم. ها؟ حتی با نگاهمون داریم گویی تفسیر میکنیم. انسان موجودی است به ذات مفسر، نه اینکه گاه تفسیر میکنیم گاه تفسیر نمیکنیم. این در مورد دازاین. نکته دوم متعلق تفسیر چیه؟ بچه ما چیا رو تفسیر میکنیم؟ حوادث سیاسی رو، روزنامه ها رو، کتاب ها رو، متون رو، رفتار رو. یه اختلاف خانوادگی ببینید، برید تو خانواده دختر ببینید حادثه رو چگونه تفسیر میکنن، برید تو خانواده پسر ببینید حادثه رو چگونه تفسیر میکنن. آثار یه فیلم رو، یه موزیک گوش میدیم، یه سمفونی اینجا گوش میدیم، هر کدوم از ما یک جور تفسیر میکنیم. بچه علم چه کار میکنه؟ علم به ما طبیعت رو بیان میکنه یا علم یک جور تفسیره؟ برای دیلتای هرمنوتیک روش خاص علوم انسانی بود. از نظر هایدگر فهم ساختار تفسیری داره، لذا حتی طبیعت رو ما تفسیر میکنیم. بچه خدا رو چی؟ خدای اشاعره با خدای معتزله یکیه، خدای ارسطو با خدای مسیح یکیه، خدای فقها با خدای عرفا یکیه، خدای ما هم گویی حاصل تفسیر ماست. از نظر هایدگر بچه ها متعلق تفسیر چیه؟ وجود. ما دائما وجود رو تفسیر میکنیم. برای هایدگر فلسفه، پدیدارشناسی، اونتولوژی یعنی وجودشناسی، و هرمنوتیک همه اینا در واقع یه چیز بیشتر نیست، همه اینا یکی. فلسفه یعنی هرمنوتیک. فلسفه به اعتبار موضوعش میگیم اونتولوژی یعنی وجودشناسی. حیف هم میاده چیز نگم داخل پرانتز. بچه ها تفکر یعنی وجود شناسی، تفکر اصیلا. تفکری که اونتولوژیک نیست تفکر نیست. بچه ها اگه میخواید ببینید شما اهل تفکر هستید یا نه، ببینید چقدر بحث وجود براتون اهمیت داره. وجود یعنی همون چی که هست. وجود هم بوده رو در بر میگیره، هم هست و هم آن چی که خواهد بود. وجود رو ما از موجود تفکیک میکنیم. با یک تفسیر آره، با یک تفسیر نه. خدا رو اونتیک بفهمید نه، خدا رو اونتولوژیک بفهمید خدا و وجود یکی میشه، چون که در سنت عرفانی ما اینطوریه. همه فکر میکنن بچه ها، همه فکر میکنن. من این مغالطه رو تو جامعه ما خیلی زیاده،
انسانی سراغ دارید که بچه‌ها فکر نکنه؟ بله؟ بچه‌ها یه لحظه فکر نکنین. اگه تونستین جلوی تفکرتون رو بگیرید، یه لحظه به هیچی فکر نکنین. بله؟ همه ما فکر میکنیم. بعد چون همه ما فکر میکنیم، این مقالطه شکل بگیره که همه ما متفکریم. مادر من که صبح که از خواب پا میشه، برای اینکه امورات روزش رو بگذره، آبگوشش رو بار بگذاره، بچه ها باید فکر بکنه که با بی فکری میتونه آبگوش بپزه. مادر من فکر میکنه. یه کارمند بانک برای اینکه کارش رو درست انجام بده باید فکر بکنه یا نباید فکر بکنه؟ قبلا راجع به موضوع صحبت کردم براتون. ها؟ یه کارمند فکر میکنه یا نمیکنه بچه‌ها؟ یه رئیس بانک باید فکر بکنه یا نکنه؟ یک فرمانده ارتش برای کنترل سربازاش باید فکر بکنه یا نکنه؟ یه سرمایه دار برای اینکه سرمایه‌اش خوب بچرخونه، یه کارخونه دار برای اینکه کارخونه‌اش رو مدیریت کنه باید فکر بکنه یا نکنه بچه‌ها؟ همه فکر میکنن. یه شهردار میتونه فکر نکنه و شهری مثل تهران رو مدیریت بکنه؟ یک رئیس جمهور میتونه فکر نکنه؟ همه فکر میکنن بچه ها، اما هیچ کس یک رئیس جمهور رو متفکر نمیدونه، هیچ کس یک رئیس بانک رو متفکر نمیدونه، هیچ کس یک پزشک رو، یک جراح بزرگ رو متفکر نمیدونه. بس چرا ما یک صفت متفکر رو به بعضی ها فقط اطلاق میکنیم؟ چون همه اونتیکن، همه به موجودات فکر میکنن، به موجودی به نام پول، به موجودی به نام اقتصاد، به موجودی به نام سیاست، به موجودی به نام شهر، به موجودی به نام شهوت، به موجودی به نام قضا بمونه. تفکر اصیل در واقع به چیز دیگری میاندیشه. به تعبیر ملا صدرا، سیر از فطرت اول به فطرت ثانی متعلق تفکر اصیل وجوده بچه ها. من چه ساده میبینم تو جامعه ما، تو روشنفکران ما اونتولوژی رو مسخره میکنن. یعنی تفکر اصیل رو مسخره میکنن، یعنی دعوت به بیشوری، یعنی دعوت به عقل مشترک. همون جور روشن فکران ما انتولوژی رو به استهزا میگیرن که یک راننده تاکسی مثلا فرض کنیم فلسفه رو استهزا میکنه، به فلسفه به یک راننده تاکسی که وجود اصیل یا ماهیت یه خدا روزی تو جای دیگه بده، به همین راحتی. عقل مشترکه دیگه. برای هایگر فلسفه یعنی philosophy is essentially ontology. فلسفه به ذات این اونتولوژی. کسی که براش وجود مسئله نیست در واقع وارد تفکر اصیل نشده. روش اونتولوژی چیه بچه ها؟ استدلال خانوم. برای وجود استدلال میکنین با منطق. از نظر هایدگر روش وجود شناسی چیزی جز پدیدار شناسی نیست. اونجا پدیدار نه به مفهوم هوسرلی یعنی ماهیت. برای هایدگر پدیدار یعنی خود وجود. روش روش هرمنوتیکه. برای هایدگر کلمه فلسفه وجود شناسی، پدیدار شناسی و هرمنوتیک، اینا کلماتی هستن مساوق هم. فلسفه به اعتبار متعلقش وجود شناسی است، به اعتبار روشش پدیدار شناسی یا هرمنوتیک. این یعنی هرمنوتیک پدیدار شناختی. شما وجود رو تفسیر میکنید. وجود چیست؟ افلاطون گفت ایده است، ارسطو گفت جوهره، لایبنیز گفت موناده، هگل گفت روانه، دکارت گفت سوبژه است. علم میگه نیروه، جرمه. خب اینم در هایدگر هرمنوتیک میشه وجود شناسی، یعنی هرمنوتیک وجود شناسی و پدیدار شناسی یکی میشه. چرا فلسفه
میشه هرمونوتیک پدیدار شناسی. پدیدار یعنی چی؟ پدیدار یعنی همون چیزی که ظاهر و آشکاره. از نظر هایدگر به تبع تفکر یونانیان اولیه هراکلیتوس پارمنیدس، پدیدار چیزی جز خود وجود نیست و فهم ما از وجود عین تفسیر ما از اونه. خود کوربن هم میگه، میگه هرمونوتیک فلسفی هایدگر که بعداً در آثار گادامر ادامه پیدا میکنه، از نظر کوربن خودش اظهار میکنه که هرمونوتیک فلسفی هایدگر یکی از مهمترین دستاوردهای اوست. و پدیدار شناسی پدیدارشناسی هوسرلی، پدیدارشناسی ماهیات، ماهیت اشیا، ماهیات میخواد بشناسه. پدیدارشناسی هوسرلی، هوسرل با هایدگر، پدیدارشناسی هوسرل دوچار تحولی میشه، یک انقلابه. هوسرل از فهم این انقلاب ناتوانه. هوسرل هایدگر رو به عنوان شاگرد، بهترین شاگرد خوش میده که راه او رو ادامه میده. هوسرل درک نکرد که با هایدگر داره یه انقلابی در پدیدارشناسی صورت میگیره. هوسرل به اشیا توجه داره، به ماهیت اشیا، به آیدوس اشیا. هایدگر نگاه رو معطوف به وجود میکنه. کوربن میگه که مفهوم و مقوله هرمونوتیک یا تعبیر در همون نخستین صفحات هستی و زمان آشکاره و این دستاورد عظیم هایدگر. و از این نظر بعد از هرمونوتیک فلسفی، هرمونوتیک به منزله حضور، هرمونوتیک به منزله حضور یا تفکر حضوری. بچه ها ما دو تا نظام معرفتی رو میتونیم در نظر بگیریم. دو تا نظام معرفتی رو تو ذهنتون داشته باشید. یک نظامی که ما با مفاهیم سر کار داریم، با مفاهیم بنایی میسازیم، ویران میکنیم، از نو میسازیم، استدلال میکنیم. تفکر فلسفی، تفکر عقلانی با مفاهیم سر و کار داره. بچه شما آمدین اینجا کلاس، این کلاس، مطالب این کلاس میتونه دو گونه باشه. یه سری اینفورمیشن، من اطلاعاتی به شما میدم و شما یادداشت میکنید. اگر دفتر یادداشتتون هم گم بکنید، در واقع همه این پولی که واسه این کلاس دارین هدر رفت. قصه شو در فرهنگ خودمون زیاد شنیدید، راه سنا حمله میکنن. این یه نوع علمه، علم قال بذارید اسمش رو. اما آیا امکان پذیر هست؟ بعضی سنت های تاریخی میگن امکان پذیره. بعضی حرف ها هست، بعضی کلاس ها هست، بعضی دانش ها هست، با وجود شما یکی میشه. تیکه تیکه تو در مکنن از شما جدا نمیشه، اصلا خود شمایی. فرض کنید افق شما دگرگون میشه. بعضی کتاب ها رو خونید اطلاعاتتون زیاد میشه. بعضی کتاب ها زندگی شما رو متحول کرده. تاله شده کتابی بخونید که زندگی شما رو متحول کرده؟ کتاب ها میخونید راجب مرگه، اما یهو ناگهان با مرگ عزیزی روبرو میشید، مرگ کسی که دوست دارید. اون حادثه در هستی شما اثری میگذاره، نه اینکه اطلاعات ذهنی شما رو افزایش میده. دانشجوی روانشناسی هستید، راجب عشق رساله مینویسید، اما یه موقع عاشق میشید. این دوتا اصلا یکی نیست. راجب مرگ مطالعه کردن یک چیزه، با مرگ مواجهه داشتن چیز دیگریست. راجب عشق مطلب نوشتن، حرف زدن، پرحرفی کردن، وراجی کردن یک چیزه، عاشق شدن یک چیز دیگریست. یه موقع من در بیابان گیر کردم، تشنم، آتش جگرسوزی وجود من رو با آتیش میکشه، جگرم داره گر میگیره، به یه چشمه میرسم،
ناگهان دستم رو تو آب فرو میکنم، یه احساس میکنم چیزی در رگهام جریان داره. آب رو بر میدارم و یک جرعه مینیشم، آتشم فروکش میکنه. من با این آب نسبتی برقرار میکنم و گاه این آب رو میزنم توی لوله آزمایش، میبرم تو آزمایش و میگم ها این H2O. این دوتا نسبته، این دوتا نسبته، یک نسبت علمی، نسبت تئوریک و یک نسبت وجودی. همه چیز به ذهن محدود نمیشه، همه چیز به مفاهیم محدود نمیشه. حالا وقتی از هرمونتیک صحبت میکنیم بچه ها، یه موقع من میگم بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، مثل آقای بدی زامان فروزانفر شروع میکنم چند جلد راجع معنای نی مینویسم، این نی چی بوده، در هند چی بوده، در اسطوره های چی بوده، مینویسم و گاه این بیت من رو میگیره، چیزی رو در درون من زنده میکنه. اسمش رو بذاریم حال. میتونید این حال رو و احوالات رو به سایکولوژی، تفسیرهای سایکولوژیستی بکنید. بگید یه چیزی احوالاتیست دیگه، یه بادی اومده وجود رو گرفته، بعدش هم تمام میشه. ببینید من فعلا اینجا فقط میخوام تمایزش رو بفهمیم، تمایزش رو بفهمیم. در سنت‌های گوناگون تاریخی، در سنت‌های گوناگون تاریخی وقتی از معرفت صحبت میشه، وقتی محمد مصطفی میگه اطلب العلم حتی به سین، این علم، علم جدید نیست، اون علمی سنخ دیگه است. اون علم علمی بود که العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشا، علم نوری که خدا به قلب هر کس بخواد میتابونه. سقراط میگه من هیچ استادی نداشتم. نمیده که مغرور بود، سنخ معرفتی که میگفت از سنخ من. سوفسطایی هم گفتن پول به ما بده یادتون بدیم. سقراط و افلاطون رو دانشی دست میگذاشتن که اساسا آموختنی نبود، اسمش رو میذاشتن دانش شاهانه. الان شما تو شبکه میرید، تو شبکه اطلاعات اطلاعات اطلاعات، چی میبینید؟ چقدر تولید اطلاعاته؟ شاید تمام عمرت رو روی زمینه بخواید تحقیق کنید، این اطلاعات تمامی نداره. اما جان بشر آرام نمیگیره. خودآگاهی رو کجا باید یافت؟ این خودآگاهی از دل آگاهی ها نیست. با هرچه خوندن شما آگاهی به دست میارید، اطلاعاتتون زیاد میشه، خودآگاهی چیز دیگری. اسم یک معرفت رو تو سنت خودمون بذاریم حال، احوالات، معرفت قلبی، معرفت باطنی، به زبان فلسفه جدید بذارید معرفت اگزیستانسیل، معرفت وجودی. این معرفت از سنخ چیزی نیست که بشه تو کلاس ها درسش داد. حالا هرمونوتیک به منزله حضور رو میفهمید. اون چی که در هرمونوتیک هایدگر مهمه و کوربن هم از این نظر تأثیر میپذیره اینه که عمل تفسیر صرفاً به کشف و یافتن معنای گزاره ها محدود نمیشه. عمل فهم اساساً به کشف و یافتن معنای گزاره ها محدود نمیشه. فهمی وجود داره که میکوشه امری نامستور رو از پس گزاره ها پدیدار آشکار کنه. گزاره ها واسطن، گزاره ها زده میشه کنار، از پس گزاره ها چیزی خودش رو آشکار بکنه. شما وقتی دیوان حافظ بخونید فقط با یه مش کلمات روبرو نیستید، در پس این کلمات ممکنه چیزی در وجود شما زنده بشه.
و ممکنه زنده نشه. گفت سلسله موی تو حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجر است. یه بیت، کلمه سلسله، مو، دام، هر کسی فارسی بلده معلوم نیست این شعر رو بفهمه. این بیت امکان داره چیزی رو در جان شما زنده بکنه، ممکنه. این ابیات رو جلوی بچه بذارید، بچه نسل جای آقا روزه است، ولم کن. اما ممکنه یه کسی همین بیت اول و مثل اول رو میشنوه، مثل بعدی دیگه کرشن همون جا چیزی در وجودش زنده بشه، دیگه اصلا نتونه ادامه بده، درگیر معنایی در وجودش بشه. مواجهه با آثار هنری، متون ادبی، صرفا مواجهه متن نیست، صرفا شما با واژه ها سر کار ندارید، بلکه واژه ها رو میذارید کنار تا چیز خودش رو آشکار بکنه. یک نوع تعبیره، یک نوع پدیدارشناسیه. و همچنین شما ممکن استاد ادبیات باشید، دیدید بعضی از استاد ادبیات ممکن مثنوی رو حفظ باشن، حرف بزنن، اما گاهی وقتا یک دانشی احساس میکنه او بهتر با حافظ کنار میاد، ممکنه نتونه مثل استادش راجع به حافظ حرف بزنه، ممکنه نتونه قصه نی رو در تمام فرهنگ ها دنبال بکنه، اما احساس میکنه جانش انگار با این ابیات بستگی داره، درسته که ممکنه مفسر بزرگ جانش با این ابیات نسبتی برقرار نکنه. هرمنوتیک حضور یا تفکر حضوری یعنی همین، که در نزد هایدگر این تفسیر فقط به سطح تفکر مفهومی و تحلیلی در جهت یافتن معنای گزاره ها محدود نمیشه. من معتقدم هر کتابی دو نوع خط داره، خط سفید، خط سیاه. همه چیز خطوط سفید رو نمیشه قابل تأویل به خطوط سیاه کرد. من یکی از کسانی بودم که شریعت رو شدیداً نقد زدم، اما شریعتی فقط به آموزه هاش که نیست، فقط به اونجا که تو کتابش آورده که نیست، یه حرفای ناگفته هم داشته، یه خطوط سفیدی هم در آثارش بوده. ممکنه با عشق این مرد، صداقت این مرد، ممکنه من از بی بسم الله تا تای تمت کلماتش نقد داشته باشم، ممکنه مولانا رو خیلی از دیدگاه های مثلا فرض راجع به دیدگاه های مثلا فرض کنید کهکشان شناسیش قبول نداشته باشم، دیدگاه علمیش خرافی بدونم، اما مولانا مگه ایناست فقط؟ یا جوهره مولانا رو باید اینجا باید جستجو کرد، یا نه این کلمات در واقع ابزاریست، واسطه هاییست برای یه چیز دیگری را آشکار بکنه، که گویید جان من به همون چیزا بسته است. هرمنوتیک در نزد هایدگر فقط به سطح تفکر مفهومی و تحلیلی در جهت یافتن معنای گزاره ها محدود نمیشه. نکته دیگر این که در هرمنوتیک فلسفی هایدگر نحوه بودن انسان، شیوه زیست انسان، یعنی دازاین لال انسان، نحوه زیست دازاین، نحوه بودن دازاین، یعنی هر یک از ما، خودش شیوه از تفسیر وجوده. نحوه بودن من تفسیری از وجوده. چرا من این گونم؟ چرا من این گونه زیست میکنم؟ یه نحوه از تفسیر من از هستیست. من یه متأهلم. به همسرم وفادار باشم یا نباشم، نحوه زیست من بستگی به نحوه تفسیر من از هستی داره. هر نحوه بودن نحوه تفسیره. نحوه تفسیر اون چیزی نیست که من میگم، نحوه تفسیر اون چیزی نیست که زیست میکنم. و این معانی و این
معانی وجودی در واقع مراتبی داره که هر نحوه هستی من یک مرتبه است و من در واقع با برخورد با این گونه معانی مراتب هستی شناختی من هم تغییر پیدا میکنه. و این همین اموری که در تفسیر باطنی کتاب مقدس دیده میشه. تفسیر باطنی کتاب مقدس یعنی همین که حقیقت معانی متون مقدس در واقع با حقیقت حیات و نحوه زیست مؤمن بستگی پیدا میکنه. مؤمن اون کسی نیست که خوب میتونه بگه و یه خیک پاری از مفاهیمه. نحوه زیستش و حقیقت حیاتش در واقع با معانی کتاب مقدس نسبت داره. به تعبیر دیگه عمل تفسیر صرفاً به تفسیر مفاهیم، آموخته‌ها، آموزه‌ها، نظریه‌ها و تحلیل‌ها محدود نمیشه، بلکه عمل تفسیر شیوه زیست فرد رو در بر می‌گیره. تجربه‌های زیسته و نحوه زندگی رو در چنین هرمونتیکی، در هرمونتیک حضور، برخلاف هرمونتیک‌های دیگه، عمل تفسیر فقط به بررسی نظری محدود نمیشه، بلکه شامل زیسته‌ها و تجربه‌های زیسته فرد هم میشه. در این هرمونوتیک معنا حاصل نوعی عملی کردن حضور و تجربه حضوره. خواننده متن سعی میکنه معنا رو حاضر بکنه، به این معنا که حضور رو تجربه بکنه. هرمونوتیک به این معنا نحوه بودن مشخصی از آدمی رو طلب میکنه. همین نحوه بودنه که به خودی خود سطح هرمونوتیک معنا رو دقیقا تعیین میکنه. به کشور اومدن رادیو قرآن، ایستگاه قرآن رو انداختن، هی صبح تا شب اعوذ بالله من الشیطان، هی میخونن، فکر میکنن تلاوته. این نوع تلاوت حضور رو امکان پذیر نمیسازه، معنایی هم درش مندرج نیست. معنا خودش رو فقط در تجربه حضور آشکار میکنه. و تفسیرهای باطنی در سنت‌های ما، تفسیرهای باطنی در واقع گزاره‌ها رو میذارن کنار و نگاهشون به اون عمل حضوره. پس تا اینجا ما دو تا عنصر رو توضیح دادیم، که کرمن مدیون هایدگره، یکی هرمونوتیک فلسفی و دیگری هرمونوتیک به منزله حضور، یا هرمونوتیک حضور، یا هرمونوتیک به منزله تفکر حضوری. دو تا نکته که سریع بگم، وقتمون خیلی طول کشید دیگه. گذر از هیستوریسیسم. هیستوریسیسم یعنی تاریخ گرایی یا قول به اصالت تاریخ. یه هیستوری داریم یعنی تاریخ، و یه هیستوریسیسم داریم به معنی قول به اصالت تاریخ، که از زمان هگل تا به حال بر ذهن بشر دوران ما سیطره یافته. اساساً بچه‌ها، یکی از آفات بزرگی که بشر دوره جدید رو تهدید می‌کنه ریداکشنیسم، تقلیل گرایی. ریداکشنیسم خودش رو به سه صورت نشون داده: سایکولوژیست، سوسیولوژیست و هیستوریسیست. ما یه سایکولوژی داریم، یه سایکولوژیست داریم بچه‌ها. سایکولوژی یعنی روانشناسی، یه علم تجربیه. در علم تجربی روانشناسی شما پاره‌ای از رابطه، پاره‌ای از پدیدارهای روانی رو با پاره دیگر تجربه میکنید و مطالعه میکنید. مثلا رابطه گرسنگی و خشم. یه دو سرباز رو میدازید یه پادگانی آزمایش میکنید، میبینید گرسنه که میشن عصبی میشن. رابطه خستگی و حافظه. رابطه کمخوابی و مثلا بی‌اشتهایی مثلا. اینا روانشناسی.
اما وقتی سایکولوژی تبدیل به سایکولوژی سیزم میشه، یعنی روانشناسی گرایی یا اصالت روانشناسی، یعنی روانشناسی میشه تبدیل به یک مکتب، یعنی میخوای به پاری از پرسش‌های فلسفی بر اساس دستاوردهای تجربی روانشناسی جواب بدید. فرویدیس یه سایکولوژیست بچه، یعنی دیگه از سایکولوژی، فروید چهره برجسته سایکولوژی پسیکانالیزم، اما او تبدیل میکنه پسیکانالیزم به پسیکانالیزم. راجع به مذهب هم میخواد اظهار نظر کنه، راجع به تفکر، راجع به تمدن. پسیکانالیزم یا سایکولوژیزم میکوشه که انسان، عمل انسان و تفکر انسان و فلسفه و مقولات فلسفی و مسائل فلسفی، یعنی تفکر رو تقلیل بده، ردیوس بکنه، تقلیل بده، ریدکشن بکنه. ردیوس یعنی تقلیل دادن، ریدکشن یعنی تقلیل بده به مسائل روانی، به احوالات روانی. دیگری سوسیولوژیسمه. سوسیولوژی یعنی جامعه شناسی، یعنی مطالعه تجربی در مورد نهادهای اجتماعی، مناسبات اجتماعی، رابطه فقر مثلا با پدیده طلاق، رابطه بیسوادی یا تحصیل کردگی با پدیده طلاق، نمیدونم رابطه نهاد مذهب با نهاد آموزش پرورش ترین تربیت. اما وقتی سوسیولوژیسم شکل بگیره، یعنی شما میکوشید تفکر رو تقلیل بدید به مناسبات اجتماعی، یعنی دیگه تفکر و عمل انسان یه امر اصیل نیست، یعنی میشه تقلیل داد بر اساس مناسبات اجتماعی. جامعه شناسی معرفت این خطر رو داره. جامعه شناسی معرفت دستاوردهای بزرگی داشته، اما این خطر هست که ما رو با خطر سوسیولوژیسم مواجه کنه، یعنی سوسیولوژی رو تبدیل به سوسیولوژیزم میکنه. مثلا در مارکس این سوسیولوژیسم رو میبینید. تفکر، تو چگونه فکر میکنی؟ بر اساس مناسبات طبقاتی. تو به من بگو کجا میخوری تا من بگم تو چگونه فکر میکنی. ریدکشن بعدی هیستوریسیسمه. هیستوری یعنی تاریخ، یعنی مطالعه حوادث گذشته. اما وقتی هیستوریسیسم شکل میگیره، قول به اصالت تاریخ، تاریخ گرایی، یعنی رفتار فرد، عمل فرد و تفکر فرد تقلیل پیدا میکنه به شرایط و چارچوب های تاریخی. اینا آفات بسیار بسیار زیادی داره. یه سیاه مشقی من داشتم در مورد جامعه شناسی معرفت، یه همایشی بود چند سال پیش مؤسسه وحدت حوزه و دانشگاه. در واقع من یه مقاله دارم تحت عنوان، اونجا چاپ شد سال 84 همایش بود، 88 یا 87 در اومد این کتاب، 4 سال طول کشید، تحت عنوان جامعه و معرفت همایش در مورد. اونجا یه مقاله من دارم تحت عنوان نگاهی به پاری از مغالطات وجود شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و منطقی جامعه شناختی معرفت. اونجا من راجع به هیستوریسیسم و سوسیولوژیسم بحث کردم. دقیقاً یه منطق واحد داره. دقیقاً. حالا هیستوریسیسم چیه؟ هیستوریسیسم این ریداکشنیسم بچه‌ها بشر رو به شدت به خطر انداخته. اون چیزی که امروز تحت عنوان مرگ سوبژه در تفکر مدرن گفته میشه حاصل این ریداکشنیسمه. ریداکشن مسئله سادهش، یعنی ما بچه که بودیم، بچه تر از این موقع، اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب، یه الگو داشتیم، برای ما شریعتی الگو بود. یکی میگه آقا شریعتی شدن کاری نداره، اگه پدر منم مثلا به جای اینکه یه کاسب باشه محمد تقی شریعتی بود، اگه منم تو کوچه به جای اینکه لیس پس لیس و بیختیواری و الکلنگ اینا بازی میکردم، مثلا 2000 تا کتاب پدرم رو میدیدم، اگه به منم بورس میدادن برم فرانسه، اگه استاد منم به جای این آدمای بیسو لوی ماسنی بود، منم یه شریعتی میشدم. یعنی در خود شریعتی چیزی وجود نداره، همه این اندیشه و عمل کنش او تقلیل پیدا میکنه به شرایط. پدرش که بود، تعلیم تربیت که بود، معلمش که بود. ها سال 61 بچه‌ها گفتیم کجا میگفت، اینم آمریکا، گفتیم چیکار کنم، میرم شریعتیش هم برگردم. بعد یه سال برگشت، گفتیم چی شد، گفت خیلی سخت. نگاه اول نگاه ریداکشنیستیه، یعنی او خودش چیزی نداشته، همه چی برمیگرده به شرایط. هیستوریسیسم بچه یعنی همین. و این به نظر من
اینها وجود بشر رو بسیار تهدید میکنن، آدمیت انسان رو بسیار به خطر میندازن. ریداکشنیست که در سه شکل تاریخ گرایی، جامعه شناسی گرایی و روانشناسی گرایی در میاد. هیستوریسیست یعنی که انسان محصور و اسیر شرایط تاریخیش. مطابق این تلقی، تفکر و کنش آدمی محصول شرایط تاریخی و محصول به افق‌ها و امکان‌هایی است که دوران‌های تاریخی فراسوی او قرار می‌دهند. من تو کلاسام همیشه به خصوص که اکثرا دخترم مثلا دانشجوی ما الان دانشجوی پسر خیلی کم پیدا می‌شه تو دانشگاه‌ها، سوال می‌کردم بچه‌ها کدومش از شما خانم‌ها حاضرید زن مردی بشید که 4 تا زن دیگه هم داره؟ در یه دوره تاریخی میشد این حادثه، در دوران ما نه. آیا این شمایید که میگید نه یا این شرایط تاریخیه؟ اگه شما هم 1000 سال پیش به دنیا میومدید به این سوال شاید آری میگفتید. یعنی شما در واقع محصول شرایط تاریخیتون هستید، این شما نیستید که انتخاب میکنید، یا انتخابای شما کاملا محصول به دورانهای تاریخی شماست. اگر هیستوریسیسم رو بپذیرید، چرا افلاطون این گونه فکر میکرد؟ چون محصول اون شرایطه. چرا مارکس اینطوری فکر میکنه؟ چون محصول این شرایطه. یعنی تفکر تابعی از شرایط اجتماعی و تاریخیه. بر اساس این نحوه نگرش هیچ حقیقت فراتاریخی وجود نداره و تاریخ خودش به منزله یگانه حقیقت. انسان اسیر محدودهای تاریخیه. هیستوریسیسم برای پاری از متفکران خیلی خطرناک. خاری از متفکران از جمله کوربن احساس میکنه با هیستوریسیسم، یعنی وقتی انسان اسیر شرایط تاریخی است، در واقع امکان آزادی و رهاییش رو از دست میده. ما نمیتونیم از محدودها و افقهای تاریخیمون چیکار بکنیم؟ رها بشیم. حتی شما میتونید کورهای آدم سوزی یه در رو بسوزید، میگیم چرا؟ میگه شرایط چنین بود. چرا کشتی؟ شرایط ایجاب میکرد. متوجه هستید؟ یعنی اگر هیستوریسیست باشید نه، مگر اینکه بخواید از هیستوریسیست عبور کنیم. کوربن معتقد بودیم تاریخ گرایی تا اونجا سیطره یافت که تا الهیات رو هم در بر میگیره. کتب مقدس محصول شرایط تاریخی هم. حالا از نظر کوربن تفکر هایدگر امکان رهایی از تاریخیت تاریخ رو به ما میده. هایدگر در این حال که انسان را سوبژه تاریخی میدونه و بر هیستوریسیتی دست میذاره، هایدگر معتقده که از ویژگی‌های دازاین بچه‌ها هیستوریسیتیه. هیستوریسیتی، حیث تاریخی. انسان بچه‌ها موجودی نیست که از صفر آغاز شد. دکارت گفت در همه چیز میخوام شک بکنم، از صفر آغاز کنم، بعد گفت من فکر میکنم پس هستم، این نقطه آغازه. هایدگر به ما میگه نه، انسان در عالم بودنه، انسان در جهان بودنه. این جهان، جهان فقط طبیعی و نیست، جهان اونتولوژیک، جهان سوسیولوژیک و هیستوریک هم هست، جهان تاریخی. انسان مستقل از جهان نداریم، انسان مستقل از جامعه و تاریخ نداریم. انسان بچه ها همواره یک حلقه است در میانه یک زنجیره، و نه فقط در میانه یک زنجیره، بلکه در میانه یک هزار توی از زنجیره ها. هیچ انسانی نقطه آغاز نیست. یعنی انسان یک موجود تاریخی است. یعنی همواره در یک سنت قرار داره، در یک ترادیسیون، در یک ترادیژن، در یک سنت تاریخی، در یک سنت زبانی، در یک سنت فرهنگی، در یک سنت اجتماعی. به تعبیر دیگه ما همواره بر اساس مفروضات گذشتمون فکر میکنیم. هیچ فهمی فهم آغازین نیست، اونچنان که دکارت توهمش رو داشت. تفکر از صفر آغاز نمیشه. هر فهمی مبتنی بر فهمای پیشینه، هر فهمی مبتنی بر مفروضات پیشین تاریخی خودشه. ما درون یک تاریخ متولد شدیم، رشد کردیم و یه مفروضاتی داریم، بر اساس این مفروضات فکر میکنیم. اما هایدگر علاوه بر هیستوریسیتی بر ترانسندنس هم دست میگذاره. استعلا، فراروی، یعنی آزادی. بچه ها، هایدگر به هیستوریسیتی دست میگذاره، اما هیستوریسیتی با هیستوریسیزم یکی نیست. اینو بعضیا نمیفهمن، خیلی از نقادان هایدگر نفهمیدن. تکیه بر هیستوریسیتی به معنای تکیه بر هیستوریسیزم نیست.
تکیه بر اینکه انسان موجودی تاریخی است به این معنا نیست که انسان اصیل تاریخه، چرا که انسان علاوه بر اینکه موجود تاریخی است قدرت ترانسندنس هم داره. قربان میگه که یعنی فراروی انسان میتونه چارچوب‌های تاریخیش رو، من الان به عنوان یک زن یا یک مردی که در قرن 20 و 21 زندگی میکنم قاعدتا با عینک امروز مسائل رو میفهمم. مثلا اگر تعدد زوجات رو در نظر بگیرید، تعدد زوجات با نگاه امروزی ممکنه خیلی منفور باشه. ها؟ در یک دوره رایج بوده، در یک دوره بردهداری هم بوده، ما خیلی پلید میدونیم، اما با نگاه تاریخی امروز داریم، با عینک امروز مسائل اون دوره رو داریم چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. مثلا فرض کنید کسی کتاب بنویسه، مثلا بگه که دموکراسی و لیبرالیسم در دوران صدر اسلام، شما چی میگید؟ میگید مفاهیم تاریخی هن. شما از این تاریخ برداشتید به اون تاریخ بردید. حالا فرض کنید اگر ما اسیر شرایط تاریخی خون باشیم، با عینک خودمون همه دورانهای تاریخی گذشته رو ببینیم، هایدگر معتقد درسته که ما نگاه امروزی عینک ما رو شکل میده، منظر ما رو شکل میده که با دورانهای تاریخی دیگه برخورد بکنیم، اما امکان فراروی هم هست. درسته که من در قرن 20 هم مثلا حافظ در قرن 8، اما این امکان هست که من چارچوب‌های تاریخی خودم رو تا حدودی از این چارچوب‌های تاریخی فراروی داشته باشم، استعلا داشته باشم. کوربن میگه که مورخ در نگرش‌های تاریخی جدید، مورخ کارش چیه؟ مورخ گذشته رو جمع‌بندی می‌کند در حالی که هیچ مسئولیتی در برابر آن احساس نمی‌کند. او حتی نسبت به معنایی که به این گذشته می‌بخشد احساس مسئولیت نمی‌کند، حالان که این خود اوست که به این گذشته چنین معنایی را میبخشد و علیت تاریخی را به پیروی از این معنا به کار میبرد. در واقع از نگاه مورخ امرها و وقایع قبلا اتفاق افتاده و شامل گذشته شدند، در حالی که خود مورخ حضور نداشته. در زمان مثلا سهروردی در قرن خودش اتفاقی افتاده، من فقط میتونم گزارشگر باشم، من نقشی ندارم. به ویژان که بهتر است که مورخ هنگام وقوع آن حوادث آنجا نباشد، یعنی درگیر حادثه نشه تا بتونه بی‌طرفانه نگاه کنه. حتی لازم است که او غایب باشد و حضور به هم نرساند تا بتواند درباره این گذشته با بی‌طرفی تاریخی کامل سخن براند. هنگامی که مورخ اصطلاحاتی همچون گذشته زنده یا حضور گذشته را به کار می‌گیرد، حضور وی حضوری استعاری است و این امر عدم حضور او را توجیه می‌کند. برعکس مورخ پدید شناس اهل هرمنوتیک، یعنی مورخی که هایدگر توصیف میکنه، یعنی دازان، باید همیشه اینجا باشد، دازان، چرا که از نظر او، یعنی از نظر هایدگر، هیچ چیز قدیمی و کهنه نیست. او با عمل حضور داشتن خود باطن را از پس ظاهر پدیده آشکار میسازد. یعنی فرض کنید شما وقتی انجیل میخونید به این معنی یه حادثه در گذشته است و شما دارید فقط گزارشگری میکنید، شما باید نسبت خودتون رو با این پدیده بیان بکنید، میتونید حاضر باشید در مورد متن مقدس، در مورد یک متن هنری، در مورد یک اثر ادبی. او با عمل حضور داشتن خود باطن را از پس ظاهر پدیده آشکار میسازد. با حاضر بودنش آینده ای را که در به اصطلاح گذشته کهنه شده نهفته است بیرون میکشد. یعنی گذشته چیزی نیست، پکیج در گذشته مونده، گذشته الان حاضره و من میتونم آیندم را از دل گذشته بیرون بکشم. یعنی حضور، همون هرمنوتیک حضوری که هایدگر روش دست میذاره. این وضعیت با حضور ادبی گذشته زنده که استعاره بیش نیست کاملا متفاوت است. در حقیقت پدیدارشناس اهل هرمنوتیک عملا خود را مسئول گذشته میداند، زیرا آینده گذشته را بر عهده گرفته است. از نظر کوربن برخلاف
نگرش تحلیلی تاریخی رایانه، یعنی برخلاف نگرش هیستوریسیستی، عمل حضور یا دازاین است که در آن فردای دیروز شکوفا می شود. گذشته در گذشته چیزی نیست که در بیرون مونده و در خارج از من مونده، گذشته الان حاضره، چنانکه آینده محصول امکانات کنونی است، چنانکه امروز حال در واقع محصول امکاناتی است که در دل گذشته نهفته است. نگرش تحلیلی هایدگری قادر است ما را، این نگاه کربن به نگرش تحلیلی هایدگری قادر است ما را از سراب شوریده تاریخ زدگی رها کند، زیرا این برداشت ما را از چنین گذشته‌ای که به آن وابسته و میبالیم آزاد می‌سازد، یعنی بینش ما از گذشته متحول‌تر می‌شود. من یک بار سالگرد شریعتی بود صحبت می‌کردم، تصور نکنید شریعتی چهره‌ای است که مرده در سال 56 و تمام شد. شریعتی کماکان در اینجا حاضرش، شریعتی بخشی از منه، بخشی از تاریخ منه و این تاریخ الان با من حاضره. حافظ چیزی نیست که در گذشته بوده در قرن هشتم. حافظ بخش از یک عنصر قوام بخش، یک سنت تاریخ نیست، سنت تاریخ همکنون در حال من وجود داره. آینده، حال و گذشته در یک وحدت هستن. سه مومنت زمان، سه جزء زمانی نیستن که بریده بریده از هم باشن. مطابق تحلیلای کربن، از نظر هایدگر یک شخصیت قوی مجبور نیست که با زمان خود زندگی کند، یعنی اسیر زمانش باشه، بلکه یک شخصیت قوی خودش باید زمان خودش باشه. این یعنی ترانسندنس، این یعنی ترانسندنس. من میتونم زمان خودم رو رقم بزنم. درسته من در قرن 20 دارم زندگی میکنم، در قرن 21 زندگی میکنم، اما میتوانم با این زمان ناسازگاری داشته باشم و میتونم زمان تاریخی خودم رقم بزنم. من میتونم با بودا هم زمان باشم. این به این معنا نیست که من برم تو دل جنگل ها هواپیما و نمیدونم تکنولوژی رها بکنم، اصلا صحبت اینجا نیست. من میتونم با نگرش تاریخ، نمیگم کاملا، اما این امکان در انسان وجود داره که از چارچوب های تاریخی خودش رها بشه و خودش در واقع زمان تاریخی خودش رو رقم بزنه، اگه با این نگاه سراغ کتب مقدس برید، کتب مقدس رو اگه فقط متعلق به گذشته ببینید، مرده است، مال همون دوره است. اما این امکان وجود داره که به یک نحوی من مخاطب اون ندا قرار بگیرم، امکان پذیره. منوط بخواه اینه که اگه بخوام این حضور صورت بگیره، اگر نخوام که دیگه راهی وجود نداره. من بحث آخرم رو بگم برمیگردم. مطابق تفسیر کربن، هایدگر بین وجود و موجود تمایز قائله. سیامش که من خوندید توی نشریه شرق، آقای جمادی معتقد بود افتراق بین وجود و موجود بنیاد فاشیسمه. بخونید اون نقد من رو، یه نگاه بزنید. از نظر کربن تمایز پیدارشناسانه و وجودی میان وجود و موجود در واقع بنای مفهوم فراتاریخیت رو بیان میکنه. یعنی ساحت موجود ساحت تاریخ و وجود ساحت فراتاریخه. تمایز وجود شناختی میان وجود و موجود در واقع میتونه مبنای اونتولوژیکی برای مفهوم فراتاریخ، یعنی متاهیستوریسیتی، برای ما بیان بکنه. مطابق تحلیل کربن، تحلیل‌های هایدگر از ساختارهای وجودشناختی آدمی و حیث تاریخی اون ریشه‌های هستی‌شناختی علم تاریخ نشون میده و به روشنی نشون میده که تاریخیتی اصیل‌تر و قدیمی‌تر از تاریخ عمومی جهان یا رویدادهای بیرونی وجود داره. یعنی ما یک تاریخ بیرونی داریم، این حوادث، اسکندر حمله میکنه، نمیدونم ناصرالدین شاه ترور میشه، جنگ ها، کارهایی که پادشاهان میکنن و و و و، این تاریخ بیرونیه. اما یک تاریخ بنیادی تری وجود داره که در واقع بنیاد این تاریخه. ما تحت تاثیر نگاه مدرن
فقط حوادث بیرونی رو تاریخ تلقی میکنیم، در صورتی که در ادیان، در سنت‌های گذشته یک تاریخ درونی هم وجود داشته که اسمش رو میتشه گفت تاریخ گذشته، تاریخ مقدس یا تاریخ اگزیستانسیل. قصه ها، اسطوره ها رو که نگاه میکنیم به لحاظ تاریخی غلط شاید باشن، شاید هیچ موقع کشتی نوحی نبوده، شاید هیچ موقع دریایی در برابر موسی دلایل تاریخی نداریم که اقیانوسی در برابر موسی باز شده باشه. تو همه رو داریم با نگاه تاریخ بیرونی نگاه میکنیم، نه به معنای تاریخ اگزیستانسیل. و اسطوره ها رو تفسیری از حقایق غیر قابل زبان با زبان گفتار بدونیم، در واقع یک نوع فراتاریخیتی وجود داره. این فراتاریخیت و تاریخ همون چیزی که در عرفان ما و در زبان مرحوم فردی به زبان زمان باقی و زبان زمان باقی و زمان فانی ازش ذکر میشد، یا بگی تاریخ اگزیستانسیل و تاریخ بیرونی. کوربن میگه میان فراتاریخیت و تاریخیت همان رابطه برقرار است که میان امر وجودی یعنی اونتولوژیک و امر موجودی یعنی امر اونتیک مشاهده میشود. هایدگر بین امر وجودی و امر موجودی یعنی امر اونتولوژیک و امر اونتیک تمایز قائله. این تفکیک تعیین کننده بود، زیرا به نظرم رسید که فراتاریخیت محرک و توجیه مناسبی بود که مانع میشد در تاریخیت تاریخ ادغام و حل شویم یا گرفتار بافت علیت تاریخی گردیم. یعنی من به لحاظ یک به لحاظ موجودی من در این سلسله علت و علل حوادث بیرونی هستم، اما یه تاریخ اگزیستانسیل دارم که این تاریخ اگزیستانسیل من به هیچ وجه تابع علل بیرونی نیست. این یعنی آزادی. به این اعتبار که متعلق به تاریخ بیرونی هم یک موجود تاریخی هستم و اسیر محدودیت‌های تاریخی، این کاملا درسته. من همه چارچوب‌های تاریخی نمی‌تونم به هم بزنم، اما یک تاریخیت اصیل‌تری هم وجود داره، اون تاریخیت اگزیستانسیل. در واقع فراتاریخیت ما را دعوت می‌کند تا از تاریخیت تاریخ بیرون رویم، زیرا اگر مفهوم و معنایی در تاریخ وجود داشته باشد به هیچ وجه در تاریخیت رویدادها و حوادث تاریخی نیست، بلکه این معنا اساساً در فراتاریخیت یاد شده و ریشه های وجودی پنهانی و باطنی تاریخ و امر تاریخی قرار دارد. کوربن از این فراتاریخیت به تاریخ قدسی تعبیر می‌کند. من فقط میخوام بگم که زمان اگزیستانسیل با زمان کرونولوژیکال یکی نیست، زمان اسطوره ها با زمان تاریخ واقعی یکی نیست. حالا بعضی ها خیلی ها هم نگاه روشنگرانه و هم نگاه تئولوژیک مرز اسطوره و تاریخ رو به هم میریزه، مرز تاریخ اگزیستانسیل و تاریخ مدرن رو. مثلا اون اینه که شما واقعا فکر بکنید که واقعا مثلا اسطوره ها رو به منزله یک امر تاریخی بگیرید، مثلا مسیح پسر خداست، واقعا چنین تصوری داشته باشید، یه عده این رو رد میکنن و یه عده چسبیدن. اما بر اساس نگاه کوربن یا نگاه هایدگر در واقع اینها دو تا حوزه مختلفه. نه، فلسفه تاریخ باز هم مفهوم مدرنه. یعنی شما سعی میکنید حوادث رو تحت یک چارچوبی بالاخره در بیارید بفهمید که چه حوادث روی میده. ما ببینید مطابق این معنای اصیلتر تاریخی وجود داره در پی امرهای بیرونی. در واقع این تاریخ، تاریخی بنیادی تعابیر کوربن رو داره میگم، این تاریخ بنیادی‌تر و باطنی‌تره که در پس پدیده‌های مفهوم ظاهری و تحت لفظی یا حکایات کتب مقدس پنهان شده. تفاوت و تضاد موجود میان فراتاریخیت و تاریخیت در واقع چیزی بود که پیش عرفا و قبال پردازان یعنی مفسران تورات کاملا شناخته شده بود. تاریخ قدسی به ما آگاهی میده که پیوند و قرابت‌هایی وجود داره که پیوند‌های تاریخی اساسی‌تر و حقیقی‌ترند. می توان گفت که عدم توجه و کوری پرچمداران تاریخ محوری یعنی هیستوریسیسم نسبت به جهان پنهان و ناآشکار مسخره است
باید توجه کرد که پیوند ما با دنیاهایی که به این جهان معنا می‌بخشد تاریخی نیست. از امتیازات قابل توجه نگرش تحلیلی هایدگری تفهیم عللی است که موجب شده امروز بشر دست به دامن تاریخ به منزله تنها حقیقت موجود شود. در حال یعنی میخوام بگم بر اساس نگاه هیستوریسیستی شما فقط تاریخ رو تاریخ بیرونی میبینید، تاریخ اگزیستانسیل رو نمیبینید. در اون تاریخ ببینید، در تاریخ بیرونی امکان همزمانی من با مسیح امکان پذیر نیست، اما در تاریخ اگزیستانسیل من میتوانم با محمد مصطفی هم دوره باشم، میتوانم همزبان شوم، میتوانم هم عصر شوم. این حرف کیرکگور رو به یاد بیارید که میخوام با مسیح هم عصر شوم، میخوام با مسیح هم زبان و هم زمان شوم. ببینید این نوع ببینید نه، اینجا بحث هیستوریسیسم و نقد هیستوریسیسمه، منتها بر اساس مبانی نظریه. بذارید من به سوال شما جواب بدم، با سوال شما هم ارتباط داره. ببینید ما وقتی راجع به انسان فکر میکنیم چند تا تلقی میتونه داشته باشیم. یکی که انسان یک ذاتی داره، این ذات همیشه ثابته. این نگاه اسانسیالیستیه، نگاه ارسطویی که در ذاتی هم تحول پیدا نمیکنه. نگاه غیر تاریخی، علم، حقیقت، انسان، متافیزیک، فلسفه، زن، مرد، حقوق، حق، عدالت، اینا مفاهیم همیشگی هستن. یه تعریف باید به دست بیاریم، در همه ادوار یکیه. یه نگاه تاریخیه که اینا همه مفاهیم تاریخی هستن. انسان یک موجود تاریخی است. انسان یک موجود تاریخی است. حالا کسانی که معتقدن انسان موجود تاریخی است، در واقع میتونن به هیستوریسیست بغلطن. یعنی انسان رو فقط موجود تاریخی بدونن. اما یه نگاه دیگه وجود داره که میتونید شما انسان رو موجود تاریخی بدونید، اما صرفاً موجود تاریخی ندونید. یعنی در وجود انسان چند تا ساحت وجود داره، چند تا جنبه وجود داره. پاری از جنبه های غیر تاریخی هست. پاری از جنبه های غیر تاریخی هست. مثلا من همیشه به اکسیژن نیاز دارم، این غیر تاریخیه. یه بخواه با شک و تردید گفتم، حتی غرایز تاریخی هست. یعنی نحوه بروز غرایز تا حدود زیادی تاریخی هست. آره، یعنی اگر نظر داروین رو قبول نکنیم همینجوره. یه جنبه‌های غیر تاریخی داریم، یه جنبه‌های تاریخی داریم. من در یک مقاله نشون دادم که دلایل عدم فهم درست مسائل سیاسی اخیر اینه که ما فکر میکنیم مسائل سیاسیه، درسته که مسائل اونتولوژیکه. یعنی دختر امروز که مثلا کاکالوژی میندازه بیرون، فقط این نیست که داره به حکومت یا سیاست لجبازی میکنه، نحوه اگزیستانسش دگرگون شده. شکاف‌های اجتماعی ما مال اینه که اختلاف نسلی هم نیست که مثلا فاصله من با پدرم، حالا فاصله فرزندم با من، انگار داره یک نحوه هستی تازه‌ای بروز کرده. اصلا چیزی نیست که بشه با خشونت این مسئله رو درک کرد. اصلا برگشت ناپذیره نوع اگزیستنس انسان‌ها در دوران مادی. انسان مدرن با انسان گذشته نوع اگزیستنسشون دگرگون شد، چون که انسان موجود تاریخی. اما آیا انسان صرفاً موجود تاریخیه؟ یه عده میگن فقط تاریخی است، یه عده میگن غیر تاریخی است. اما میشه انسان موجود تاریخی باشه اما صرفاً تاریخی نباشه؟ این بحث رو بیام تو حوزه هرمنوتیک. در حوزه کلامی خود ما بین معتزله و اشاعره یه دعوای قدیمی وجود داشت، مثلا اینکه کلام الهی حادث است یا قدیم. معتزله معتقد بودن کلام الهی حادث است. حادث است یعنی تاریخی است. یعنی اینجا جنگ شده، آیات جنگ اومده، اونجا طلاق پیش اومده، اونجا به زن پیامبر تهمت زدن، حادث شده. اشاعره میگفتن که نه، اگر چون خدا من قدیمه، اوصاف خدا هم باید قدیم باشه دیگه. مثلا میگیم علی عالم است، این علی عالم است، یعنی علی یه زمانی جاهل بود حالا عالم شد. اما وقتی میگه خدا من عالم است، معنیش این نیست که خدا من جاهل بود عالم شد. خدا وجودش قدیمه، علمش هم قدیمه. کلام الهی هم چون صفت الهیه باید مثل علم باید چی باشه؟ قدیم باشه. لذا کلام الهی نمیتونه غیر تاریخ. اونا هم گفتن کلام الهی قدیمه، یعنی غیر تاریخیه. جنگ بین اشاعره و معتزله
جنگ اشاعره و معتزله، خب اینا بر مبانی معتزله بر مبانی تجربه تکیه میکردن، اونها بر مبانی نظریه تئولوژیک، یعنی اعتقاداتشون حکم میکرد که باید نزاع بین اشاعره و معتزله در واقع نزاع بین این است که کلام الهی رو تاریخی بدونیم یا غیر تاریخی. مهمترین نزاع، یکی از مهمترین جبر اختیار برای خداوند، حالا با اون همه ارتباط داره، یعنی شبکه مفاهیمه دیگه، هر مفهومی با مفاهیم دیگه، هر مفهومی با مفهوم دیگه شبکه است دیگه. ذهنمون رو ولی فعلا روی این فوکس کنیم. نزاع بین اشاعره و معتزله، نزاع بر سر این است که کلام الهی رو قدیم بدونیم یا به اصطلاح حادث، در واقع نزاع بر سر این است که کلام الهی رو تاریخ بدونیم و یا به اصطلاح غیر تاریخی. اون کتاب مشهور مفهوم النص هم در واقع مال حامد ابوزید در واقع همین بحث دیگه، بحث مثلا کلام الهی رو تاریخی بدونیم یا غیر تاریخی. یه چیز رو نمیشه انکار کرد، یه چیز رو نمیشه انکار کرد، کلام الهی تاریخی است، نمیتونید اون انکارش کنید، به خصوص با تاریخ، نگاه تاریخی جدید که همه جا سیطره پیدا کرده، کلام الهی تاریخی است. چرا در قرآن از کانگرو اسم نیومده؟ چرا از لات و عزا اومده اما شیوا اسم نیومده؟ چرا خدایان هندی اسم نیومده فقط بتای عرب به دنیا اومده اسم اومده؟ چرا در قرآن از زهار صحبت میشه؟ مردی به زنش پشت میکنه میگه تو همچون مادرم بر من حرامی. پدیده زهار، پدیده زهار کجا بوده غیر از عربستان، غیر از اون منطقه؟ بله، بسیاری از در واقع نه بسیاری، همه آیات الهی رو در واقع شما میتوانید نشون بدید که تاریخی هست. حور قرآنی حوریست که مطابق میل عربه، حور چینی نیست، حور یا آفریقایی نیست. اما اگر شما کتاب مقدس رو تاریخی بدونید، در واقع به این معناست که این کتاب بشریست، یعنی دیگه کتاب آسمانی است. وقتی میگیم آسمانی یعنی فراتاریخی. اگر بگید این کتاب تاریخی است، معنیش اینه که بشری است، یعنی عرفی است، یعنی حاصل مثل حافظ، مثل شعر صادق، آثار صادق هدایت شاملو یا دیگران، محصول شرایط اجتماعی تاریخیه. اگر چنین باشه یعنی سکولار شدن کتاب، و این یعنی سکولاریسم، و نتیجه سکولاریسم در واقع نیهیلیسمه. شما دوچار یک پارادوکس هستید. یا مطابق سنتی های ما میخواید بگید این کتاب قدیم است، جلدش هم قدیم بوده، خطوطش هم قدیم بوده، ویرگول و پانکچولیشن و همه چیز قدیمی بوده، از اول خود خداوند تعیین کرده. نگاه تاریخی بشر جدید نمیتونه زیربار این حرف بره، نمیتونه، چون کاملا معلومه که این کتاب کتاب تاریخی. اما اگر شما بپذیرید این کتاب تاریخی است، دیگه این متن متن مقدس نخواهد بود. یک سوال اساسی وجود داره، سوالی که در طول تاریخ تفکر ما مخفول مونده و ما نتونیم این سوال رو جواب بدیم. در واقع فرهنگ ما دچار یک نوع انصدار، یعنی فرهنگ روحش از دست میده. این فرهنگ، تمام فرهنگ ما روی این قصه است، کلمه قصه به کار میارم، روی این حکایت که مردی میره در بیابان در دل غار و فرشته‌ای به اون میگه بخوان و کتابی نازل میشه. ما باید میتونیم این رو به عنوان یک باور تاریخی حفظ بکنیم، روحش رو از دست میده، مثل قصه ها باور بکنیم، بعدش هم اثر خودش رو از دست میده، بعد این فرهنگ میمیره، این فرهنگ به انتها میرسه و ما برای حفظش ناچاریم به خشونت پناه ببریم یا به حقنه رسانه‌ای با پول نفت میخوایم حفظش بکنیم. صبح تا شب 16 تا سکه میدیم، از تو میپرسم ای با این خزعبلا. این فرهنگ فرهنگی است که به انتها رسیده، این فرهنگ فرهنگی است که به انتها رسیده. اگر ما نتوانیم این داستان رو دوباره در زندگی انسان امروز حاضر بکنیم، این داستان رو در زندگی انسان، آیا امکان پذیر است که انسان مورد ندای امر قدسی قرار بگیره؟ اگر نتونیم فاتحه این فرهنگ رو باید خوند و بشریت جذب فرهنگ سکولار دوران مدرن میشه چنان که شده. اینا یک اون چی که وجود داره در واقع یه خاطره است،
همینجوری تو این فضا ما مثل چهارشنبه سوری دیگه، تو زندگی ما چهارشنبه سوری حضوری نداره دیگه، معنایی از اون آتش از نمیدونم دیر مغان و اینها نداره که، یه خاطره مونده. یعنی در واقع فرهنگ روحش رو از دست میده، این تفکر است که فرهنگ رو زنده نگه میداره. یکی از پرسش های بنیادینی که ما باید بهش جواب بدیم، اگر ندیم فاتحه این فرهنگ خونده است، چون که روز به روز داره سکولاریسم جامعه ما رو به شدت در بر میگیره، البته سکولاریسم سال هاست در بر گرفته، این سوال این است آیا ظهور امر قدسی در ذهن و احساس و تفکر بشری و زبان بشری امکان پذیر است یا نه؟ اگر نتونیم به این سوال جواب بدیم، در واقع باید فاتحه این فرهنگ رو بخونیم. البته بسیار از روشنفکران میگن آقا فاتحه رو بخون دیگه بس. اونها سکولاریسم رو میپذیرن، نیهیلیسم رو میپذیرن. یه دم که اصلا سطح شعورشون به اینجا نمیرسه، فقط به زور و یا همون که فکر میکنن با مثلا منبر و با نمیدونم مداحی و با همین این فرهنگ خب روحش رو دست داده، این فرهنگ نمیتونه هژمونی داشته باشه. این سوال رو ما برای اولین بار باید در فرهنگ خودمون بکنیم، مقدس بودن یک متن به چه معناست؟ چرا یک متن رو ما مقدس میگیم؟ به نظر من بسیار از روشنفکران، اون چه که به نام روشنفکران دینی مرسومه، همه راه حلاشون به نظر من ناتوانه. همشون مبتنی بر اینه، اول مفروض گرفتن این کتاب مقدسه، حالا میگیم این کتاب دچار قبض و بسط میشه فهمش. تا اول به من بگو اصلا این مقدسه؟ کی گفته این مقدسه؟ مثل اون قصه چپقه، چپقه پدر من، پدر بزرگی من، برای من عزیزه اما برای کسی دیگه بوی گند میده، یعنی کاملا سوبژکتیوه. اون سیامشق من رو در کتاب ما و جهان نیچه‌ای بخونید. ما باید به این پرسش جواب بدیم. برخی چون از نتایج تاریخیت میترسن، تاریخی بودن این کتاب رو انکار میکنن. نگاه روشنگرانه تاریخی بودن رو میپذیره و لذا به نتایجش تن میده، سکولار بودن و نامقدس بودن، حتی خرافی بودن. راهی که من شخصا دنبال میکنم، این کتاب تاریخی است اما صرفا تاریخی نیست، دنبال راهی هستم که وجوه غیر تاریخی این امر تاریخی رو نشون بدم. انسان هم موجود تاریخی است و هم موجود فرا تاریخی. کتب مقدس هم تاریخی هستند و هم وجه فرا تاریخیت درش هست. تفکر تئولوژیک میخواد بگه همه وجوه این کتاب مقدس است و من میخوام بگم نه، این وجوه، وجوه به اصطلاح تاریخی است، وجوه تاریخیش مقدس نیست، بلکه اون وجه فرا تاریخیتشه که مقدسه و ما باید این وجه فرا تاریخی رو آشکار بکنیم. تفکر تئولوژیک نمیپذیره. تفکر روشنگرانه، یعنی روشنفکر انسان مبتنی بر جهان‌بینی از روشنگری، هم فقط بر وجه تاریخیش دست میذارن و وجه فرا تاریخی اساسا به فرا تاریخیت معتقد نیستن. همه این حرفا به این معناست که اگه ما بخوایم مقدس بودن کتاب مقدس دفاع کنیم، نیاز به یک شیفت پارادایمی داریم. تو پارادایم موجود نمیتونیم مگر به اونی باور در دل عوام، اما برای ذهن پرسش کردن. خب شما بفرمایید. نه، من گفتم روشنفکران به اصطلاح دینی اساساً با ظرفیت‌های موجود که می‌بینیم، تجربیاتی که در دوستان دیر وقت شریعتی گرفته تا سایر دوستان، توان پاسخگویی به این پرسش رو ندارن که مقدس بودن متن مقدس به چه معناست. اون رو به عنوان یک باور تئولوژیک پذیرفتن. نهایتاً تفسیرهاشون تفسیرهای سایکولوژیستیه، یعنی منم که مقدس میدانم، این چپق بابای من برای من عزیزه، ممکنه برای کسای دیگه عزیز نباشه، نه فقط عزیز نباشه حال به همزنم باشه. این تفسیر به نظر من تفسیر ناموفقی است. تو به پدر بزرگ تعلق داری، تو به این فرهنگ تعلق داری، تو به این کتاب تعلق داری، تعلق توه، تعلق توه. خب شما بفرمایید.
بله. نه ببینید، این سنگ، این شین تاریخ نداره، چون نحوه وجودش تاریخ نیست. انسان یگانه موجود تاریخی است. منظورم از غیر تاریخی جنبه هایی است که من با وجود سنگ، مثلا من تحت تاثیر نیروی جاذبه میافتم، این سنگم تحت تاثیر نیروی جاذبه میافته. این وجه انسانی من نیست، اگزیستنس من نیست، دازاین من نیست. این میز 50 کیلو، من 70 کیلو ام. کیلو وصفی نیست که بخواد اگزیستنس من رو تفسیر بکنه، توجیه بکنه. این میز 100 مثلا 20 سانت، قد منم 170 سانت. طول من راجع به اگزیستنس دارم صحبت میکنم. ببینید نسبت تاریخ و فراتاریخ هم خودش یک بحث بسیار مفصلی است. ببینید وقتی میگیم مقدس منظورمون چیه؟ منظورم این نیست که پاری از آدم ها مقدسن. منظورم این نیست که پاری از باورها مقدسن. این رو معمولا میگن دیگه، معمولا میگن، میگن آقا وقتی شما پاری از امور رو مقدس دونستید نقد ناپذیرن. هیچ چیز در این عالم مقدس نیست. هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز. تنها یک حقیقت قدسی وجود داره و هر آنچه را که ما مقدس تلقی میکنیم در نسبت به این یگانه مرجعیت امر قدسی است. من فقط از یک امر قدسی دارم صحبت میکنم، امر مطلقاً دیگر که بنیاد هر گونه پرسشی است و بنیاد هر گونه پرسشگری است و بنیاد هر گونه نقدی است. اون چیزی که من به منزله امر قدسی میفهمم خود وجوده، نفس وجوده. وجود مقدس است و این در واقع راهی است برای خروج من از نیهیلیسم، راهی است برای خروج من از نیهیلیسم. در واقع فقه به این شکل شد، در واقع ببینید در واقع فقه هم یک امر بشری میشه، فقه هم یک امر بشری میشه. یعنی در واقع این فهم توه و حال تو این رو مقدس تلقی میکنه، درسته که این فهم توه، یعنی فهم تاریخی است. قدسیت رو باید جای دیگری جستجو کرد. ببینید چند تا سوال تو ذهن شما هست دیگه، چند تا سوال تو ذهن شما هست. اولا اخلاق با امر قدسی چه نسبتی داره؟ اخلاق با دین چه نسبتی داره؟ آیا اخلاق همان دین است؟ آیا میتوان اخلاقی بود اما دیندار نبود، یا دیندار بود ولی اخلاقی نبود؟ اینا سوال های بسیار ژرف و پیچیده است که ما رو به سپهر دیگری میکشونه، یعنی پژوهش در باب اخلاق. همینقدر بگم که این سوال ها بسیار نفسگیره، یعنی اگر نخواهید خطابه بگید، اگر بخواید تأمل فلسفی داشته باشید، در واقع سوال ها بسیار. دانشجوی به هایدگر میگه که شما کی کتاب اخلاقتون رو مینویسید؟ میگه تو به من بگو بچه مبنایی باید این کتاب رو بنویسن. یعنی حتی آدمی مثل هایدگر هم جرأت نکرد وارد حوزه اخلاق بشه. سوال ها سوالات ژرفی است و یه شبکه از مسائله که اگر بشه باید اینها رو به اصطلاح از هم گشود. دو تا دانشجو با من دو تا رساله گذروندن، این دو تا رساله قرار بود چاپ شه، متأسفانه ناشر متنش رو گم کرد و الان مدت هاست. دو تا رساله است که اصلا مدعی نیست همین رساله ها، رساله دانشجوییه، رساله دانشجویی هم که نبود، رساله هر کسی هم بود، اصلا مدعی نیست همین که قرار است به این سوال ها جواب بدن. زمینه های طرح این پرسش ها رو فراهم تر میکنن
که ما یه مقداری در سپر روشن‌تر راجع به سوال‌ها فکر کنیم، بیان که مدعی باشم میشه به این جواب‌ها نزدیک شد. تحت اون یه کتابی بود تحت عنوان دین اگزیستانسیالیست و اخلاق، میکوشه در واقع تا حدودی راجع به این سوال‌ها فکر بکنه و چند تا سوال دیگه مطرح کنه. امیدوارم در بیاد شما بگیرید یه نگاهی بندازید. خب قراره همه هایدگر رو همه چیز رو ما بگیم ها. اینکه گشتل با نیهیلیسم چه نسبتی داره، گشتل با نیهیلیسم چه نسبتی داره. ببینید مراد از گشتل چیه؟ گشتل به مفهوم چارچوب بندی است. هایدگر معتقده، حالا باید اینها رو یه مبانی اونتولوژیک داره میتونیم صرف نظر کنیم، ولی حق مثلا لب به مطلب رو اگه بخوام بگم، نظر هایدگر تکنولوژی در دوران ما در حکم گشتله، به این معنا که تکنولوژی به همه چیز چارچوب می‌بخشه. این تکنولوژی است که به همه چیز داره چارچوب می‌بخشه و در واقع گویی اراده و شعور انسانی امروز تحت سیطره تکنولوژی قرار گرفته. هایدگر با تفسیر ابزار انگارانه از تکنولوژی مخالفه، موافق نیست که فکر کنیم تکنولوژی یعنی ابزارهایی که ما ساختیم و در اختیار ماست و ما به سهولت میتونیم در اختیار خود قرار بگیریم. امروی تکنولوژی است که به عالم آدم داره چارچوب میبخشه. تکنولوژی میتونه با یه خطر عظیم همراه باشه، بیان که این نقد از تکنولوژی به معنای انکار تکنولوژی باشه. ما تکنولوژی رو کنار نمیتونیم بگذاریم، اما خطر اونجاست که با سیطره تکنولوژی تفکر تکنولوژی که محاکم بشه. اون چی که مورد نقده تفکر تکنولوژیکه. تفکر تکنولوژیک یعنی این که تفکری که همه چیز رو در چارچوب تکنیک میفهمه. وقتی تفکر تکنولوژیک شد، وقتی تفکر تکنولوژیک شد و هر چیزی رو که ابژه پذیر بود بفهمه، در واقع سیطره تفکر تکنولوژیک به معنای سیطره نیهیلیسم. چون شما به دنبال معنا هستید. معنا منظور معنای روانشناختی نیست، معنای جامعه شناختی نیست، معنای سمنتیک هم نیست، معنای وجودیه. بنیاد هستی، کانون معنا بخش جهان، این ابژه پذیر نیست. ابژه پذیر نیست. و چون ابژه نمیشه، اگر شما فقط مثل اون خانم دوست ما سوال میکرد، یعنی سوال هایی که اول بحث کردی الان سوال ایشون به سوال شما هم ارتباط. وقتی ما میگیم آقا فقط باید تفکری است که بشه استدلال کرد، بشه تو قالب گزاره بیان کرد، این یعنی تفکر تکنولوژیک. وقتی این تفکر یعنی چیزی که مهندس بفهمه، چیزی که تفکر هندسی بفهمه، چیزی که تفکر جدید درکش میکنه، وقتی امری در واقع ابژه ناپذیر شد و این تفکر اون رو انکار کرد، در واقع بنیاد رو انکار میکنه. یعنی فقط میشه جهان جهان موجودات، چیزی به نام وجود وجود نداره. و این میشه این نیهیلیسم. خب خسته نباشید.